بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقاتی بهتر باشه. روز جمعه هنگامی که ما برنامه داشتیم اینجا، گویا تروریست ها در فرانسه در شهر پاریس برنامه داشتند و بیچاره عده بیگناهی رو که یک هفته میرن کار میکنن که آخر هفته برن کنسرتی تماشا کنن، برن با دوستاشون یکی دو تا نوشابه و الکلی غیر الکلی بخورن و صحبت کنند، اونها رو به اصطلاح مورد حمله قرار دادن و اخبار مختلفه. بعضیا میگن 129 تا، یه جا میگه 158 تا، ولی من میگم اگه یک نفر رو هم کشتن، اون یک نفر به اصطلاح قربانی خشونت های مذهبی، قربانی نادانی شده و هم تقصیر از این به اصطلاح بنیادگراها است، هم تقصیر از کشورهایی که اینها رو درست کردن، اینها رو اسلحه دادن، اینها رو پول دادن و اینها رو مثل والا آدم بگه سگ وحشی، یه مقداری به سگ توهین کرده، اینها رو در حقیقت انداختن به جون مردم. خودشون هم الان دیگه نمیدونن چه کار باید بکنن و چجوری میتونن از شر اینها راحت بشن. گویا در اون بازی فوتبال در اون استادیوم آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه هم بوده که وقتی اونجا منفجر میشه اونو فوری میبرن تو اون قسمت سکیوریتی و اینها، با تلفن رو تماس میگیره و عکسای هست بهتون نشون میدم و واقعا ترس رو در به اصطلاح صورت ایشون میبینید و هر کسی باشه میترسه، ولی گاهی وقتا آدم میگه خب بذار اینا هم حس کنن اون ترس و وحشتی که در دل مردم بود. من یادمه جنگ ایران و عراق که بود، شبها که میخوابیدیم حالا باید چراغا خاموش باشه و اینها بماند، بعد همه میترسیدن که آیا دیگه حالا صبح بلند میشن بیدار میشن، یا صبح اگر بیدار شدن یه قسمتی از بدنشون تیکه تیکه شده و اینها. مخصوصا من اون موقع یادمه ما در خیابان قدمگاه شیراز زندگی میکردیم، آخر اصلاح نژاد و قدمگاه، بعد یه جایی بود به نام 12 متری اصغری که بمب یعنی اونجا موشک انداختن و اینها یه عده کشته شدن و آدم یه حس به اصطلاح خودخواهی و خودپرستی داره که وقتی میره اونجا با وجودی که دلش میسوزه برای اونهایی که زخمی شدن کشته شدن، از طرفی خوشحاله که خودش سالم هست و این احساس عجیبیه. یه بار خوشحال هستی که سالم هستی، یه وقت نگران هستی که اونها جونش رو از دست دادن. در هر صورت امروز دوشنبه 16 نوامبر سال 2015 میلادی است و برابر است با 25 آبان ماه 1395 94. عذر میخوام، حملات تروریستی داعش جمعه و شما بگید نظرتون چیه. ما میدونیم از موقعی که اجازه نمیدیم به اونهایی که مفتخور بودن هر روز بیان زنگ بزنن و بحث و برنامه رو عوض کنن، متاسفانه اونهایی هم که میخوان تماس بگیرن مطلبی بذارن اینها، میگن خب حالا چه فایده، ما که صدامون شنیده نمیشه، بعدن زنگ میزنیم، بعدن هم یادشون میره برنامه دیگر رو میبینه و به فراموشی سپرده میشه. این جای تأسفه که ما ملتی داریم که ارزش قائل نیست برای خودش، برای وقتش که گذاشته یه چیزی رو نگاه کرده، و ارزش قائل نیست برای خودش که نظر بده. در هر صورت تلفن باز هست، فقط اجازه بدید من صداشو ببندم، میتونید پیام بذارید، در برنامه‌های آینده صحبت میکنیم. اگرم شماره‌ای باشه آشنا باشه و زنگ بزنه شاید برداریم و صحبت هم انجام بدیم. دیروز پریروز یه جایی بودم و تلویزیون من ندارم، این وسایلی که تلویزیون‌های ایرانی رو ببینم، از روی اینترنت گهگاهی نگاه میکنم و این دوستان داشتن تلویزیون هر تلویزیونی، مال آقای مظاهری دیگه، متاسفانه تلویزیون ها انقدر زیاد شده و کوچیک کوچیک شدن که ما اونها رو به شخص میشناسیم نه به سازمان. آقای دکتر مورتون مظاهری
خب میدونید این یکی از اونایی بود که سر صدای زیادی برپا کرد وقتی آمد تو تلویزیون ها صحبت کردنش. این عادت کرده به آلمان و آمریکا و اینها، مردم ایران قبولش نداشتن. بعدن که یواش یواش قبولش کردن، دیدن بابا این اینجوری حرف میزنه و اینها، صحبت و زنگ زدن و این کسیه که میگم من صبح که بلند میشم میخوام برم سر کار، تیغ جراحی رو برمیدارم اینجامو جراحی میکنم، گوشدارو میکشم پشت گوشم و چسب میزنم میرم سر کار. اونجا والا من نمیدونم، قصابم فکر نمیکنم دست خودشو بتونه اینجوری چیز کنه و اینا. من یه دفعه به دوستان گفتم فکر کنم این آقا وقتی ریششو میزنه فکر میکنه داره جراحی میکنه، از من سر صورت خودشو جراحت وارد میکنه. در صورت اون روز دیدم شنبه این بنده خدا از بس که مردم زنگ زدن مزاحم شدن احیانا بی تربیتی کردن، حالا دیگه تلفن رو گذاشته روی گوشش، بعد تلفن زنگش رو من و شما میشنویم، صحبت که میکنه فقط ایشون میشنوه. حالا خب آقای مظاهری قربونت برم، قربون اون کارگردانای بی عقلی که اونجا وایسادن، بهت بگن اقلا اگر کسی سوال میکنه سوالش رو برای بیننده ها تکرار کن. درسته که شما داری جواب اون میدی، ولی این همه ملت اگه نشسته باشن شما رو نگاه کنن، به اصطلاح حقشون هست که ببینن اون چه سوالی کرده که شما این جواب رو میدی. اگر مردم هم فحش میدن، ولی وقتی اون فحش میده شما میگی بله عزیزم الان راجع به این دارو هم توضیح میدم، بازم بگو که این آقا یا این خانم، حتی به دروغ بگو این آقا یا این خانم درباره این دارو سوال کرد، من توضیح میدم. کی ما میخوایم یاد بگیریم؟ اقلا از این تلویزیون‌های آمریکایی بیننده هایی که یاد نگرفتن. یه دوستی برای من نوشت آقا اینقدر خون خودتو کثیف نکن، شما چقدر وقته داری به بیننده ها میگی چجوری تلفن بزنن، کجا زنگ بزنن، چی بگن، چجوری پیام بذارن، و ببین اونا درست شدن. گفتم نه والا درست نشدن. راست میگه. این از این صحبت تلفن شد، یه دوستی زنگ زده در رابطه با آگهی آقای پتروس هندیمن که ما میذاریم، و جالبه بشنویم با هم. حالا من نظر خودم رو هم میگم. بفرمایید بانو. من این آگهی تجارتی چون در تلویزیون مردم فارتاسوزی باید اینجوری باشه، یه در کم داره کهن خانه خیش پیرازن، بهتر در خانه آریت ریستن، باید اینجوری باشه. نظرون زبان مسئله قدیمی ایرونی هم کشته میگه کهن جامعه خیش پیراستن به هر جامعه آریت داشتن. اینجا چون در خونه یه جاره یادم نشستن در خانه آریت دیستن قد میشه، قد میشه کهن خانه خیش پیراستن به هر در خانه آریت دیستن. خدا نگهدارتون، ممنونم و امیدوارم همین جوری که شما اینقدر دقت میکنید، اگر فردای روزگار شما احتیاج داشتید به هندیمن یادتون بیفته به پتروس و با ایشون تماس بگیرید، مخصوصا اگر در منطقه کالیفرنیا هستید. ولی یک دوستی روی فیسبوک برای من به اصطلاح چی نوشته، اجازه بدید که من اون رو هم بهتون نشون بدم. روی فیسبوک فکر کنم به اسم پتروس اون رو هم باز نوشتم. اینجا نوشتم پتروس، بذار ببینیم این اگر کسیه که میشناسیم. سوربی هستم، شما روی برنامه زنده هستید، بفرمایید اگه میخواین صحبت کنید، اگه نه دوباره زنگ بزنید تا من بفرستمتون به خدا نگهدارت. بله یکی از دوستان هست که اتفاقا تلویزیون هم داره و بعدن تماس میگیره. ممنونم از ایشون. بریم سراغ این
نوشته رو من به صورت عکس در آوردم و گذاشتم اینجا. ببینیم پی چی شد؟ پتروس، پارسی، پارسی، پدر، پتریک، پتریک. عجب. حالا خودم براتون میگم دیگه. این رو یه دوستی آمده بود نوشته بود که آقای سوربی، شما قرار بود که دروغ نگید و مثل که قبلا دروغ میگفتیم، حالا قرار گذاشتیم دروغ نگید، بهتر بود شما بنویسی که شما که دروغ نمیگفتی چرا این رو دروغ گفتی. ایشون نوشته که در آگهی که نشون میدید نوشته 23 سال ولی شما میگید 25 سال. دوست عزیز، اون آگهی رو اگه نگاه کنی ببینید دو تا سوراخ هم روی این کاغذ روزنامه هست. دلیلش هم اینه که این آقای پتروس وقتی که آگهی داده به روزنامه‌های محلی کالیفرنیا، اون قسمت رو نگه داشته. به نظر میرسه آدم بسیار مرتب و منظمی هست و این رو گذاشته توی یک، اون وقت ها میگفتن زونکن، از این پوشایی که جای میخ داره و فلان اینها، اونجا دوتا هم سوراخ شده. بعد این آگهی مال 3 سال پیشه. اتفاقا ما قبلا فکر کردیم 32 ساله، ولی ایشون گفت که نه، من کلن 25 ساله آمدم و این کار رو انجام میدم و ما هم اون رو گفتیم. بعد برای این دوستمون نوشتم که ای کاش تمام مجریای تلویزیون دروغ گفتنهاشون مثل ما بود، دروغای اینجوری میگفتن و به این سادگی و هیچ آسیب و ضرر و زیانی هم به هیچ کس نمیزد. در هر صورت این هم از این ماجرا. و اما رئیس جمهور فرانسه به پارلمان گفت کشورش در جنگ است و خواهان تمدید وضعیت اضطراری به مدت 3 ماه دیگر. شما می دونستید که اصلا وضعیت اضطراری هست در فرانسه. حتی ایشون گفته ما باید قانون اساسی رو عوض کنیم. یعنی ببینید شما وقتی که این کشورهای بزرگ سوپر پاور، حالا فرانسه سوپر پاور نیست ولی خب اونم همون زیرا برای خودش دور میزنه. میدونید که فرانسوی ها یکم منت دارن سر آمریکایی ها، میگن ما از قدیم و ندیم یار و یاور شما بودیم. ضمن این که آمریکایی ها بدشون میاد از فرانسوی ها، میگن تو جنگ جهانی دوم اینها ترسو بودن و ما رفتیم کشورشون آزاد کردیم اینا. ولی فرانسوی ها برمیگرده به اون اوائلی که آقای واشنگتن و دیگران که جزو ارتش انگلستان بودن و جنرال بودن و اینها به اصطلاح قیام میکنن و آمریکا رو از اون حالت به اصطلاح کلونی بودن زیر دست انگلستان به یک کشور مستقل، اون هم جمهوری اسلامی، اون هم جمهوری به اصطلاح دموکراتیک تبدیل میکنن. و اون موقع بوده که فرانسوی ها با دادن پول و کشتی و کمک و راهنمایی و اینها رو حمایت میکنن. از اون موقع تا حالا این فرانسوی ها یک کمی هی میگن ما هم با شما بودیم تا شما به اینجا رسیدید. و خیلی جالبه، اخبار رو دوستان به دقت گوش کنید، میگه که ما رفتیم زندان سیکرت، یعنی مخفیانه، میگه ما رفتیم زندان مخفیانه آیسیس رو هم بمبارون کردیم، ما رفتیم مرکز فرماندهی آیسیس رو هم بمبارون کردیم. که همون شبی که اینها آمدند و توی این مجالس کافه و چند جای دیگه، 6 جای مختلف، یه سری بنیادگرای احمق که هیچی ندارن تو دنیا، بعد یه سری آدم دروغگو به اینا گفته که توی اون دنیا بهتون چیه، یا اگه کشته بشید به پدر مادرتون پول میدیم و اینها. ولی شما اینو مقایسه کن با رفتار فرانسه، با رفتار کشورهای بزرگ. اینم با شدت گفت ما تلافی میکنیم، هواپیماها رو تو شب تاریک فرستاد توی عراق و سوریه که اونها زدن. جالب تر از این بود که میگه که ما زندان مخفیشون رو زدیم، ما فرماندهیشون رو زدیم. یکی بگه آخه ببخشید اینجای پدر دروغگو، چه قبلش چه الان، اگر قبلا میدونستید چرا نزدید و دروغ گفتید به مردمتون؟ اگر نمیدونستید چجوری امشب تو 3-4 ساعت تو شب تاریک رفتید پیدا کردید، ولی 10 سال 15 سال روزگار از 2011 تا حالا 14 سال روزگار
مردم رو سر کار گذاشتید، هی آمریکا میگه نمیدونم ما اینا رو نمیتونیم پیدا کنیم، هی شما میگید ما اینا رو نمیتونیم پیدا کنیم، وقتی که ماشینای تویوتا سفید، نه رنگ گل زده باشن بهش، نه استتارش کرده باشن، نه پوشیدش کرده باشن، توی صحرای برهوت دارن رژه میرن، طرف میگه آقا این تویوتا رو ببینید اصلا از کجا خریدن. اینم از این ماجرا. حالا شما به من بگو کی دروغ میگه؟ اون به خاطر مذهبش دروغ میگه که فکر میکنه داره راست میگه. اینی هم که رفته درس سیاست خونده و اینها، قشنگ نگاهی تو چشم من و شما میکنه و دروغ میگه. چه کسی رو باید باور کنیم؟ واقعا به کجا رسیدیم؟ خب حالا چه کسی رو باور کنیم؟ میدونید که دادگاه آقای بابک زنجانی هم به اصطلاح در جریان هست و باز یه برنامه رو همون روز دیدم، این آقای علیرضا امیر قاسمی، میدونید که ایشون اصلا سیاسی نبود تا موقعی که پول تبلیغات مال دبی و این ور اون ور بود، این آقای شبخیز اینا میگفتن آقا ما وارد نیستیم، اصلا سیاسی نیستیم. حالا باید یه جوری این به اصطلاح ادویه سیاسی رو هم داخل برنامهشون بکنن، مخصوصا بعد از اینکه تلویزیون تپش رو بستن، تی آی رو نمیدونم بستن، چند تا تلویزیون باز کردن و بستن، باز کردن و بستن تلویزیون اینها. دوستان توی آمریکا بهش میگن شل گیم. اینا میای شما یه شرکتی درست میکنی، لون میگیری، وام میگیری، اعتبار و کردیت از اینا اون میگیری، دو تا چی میخری 100 دلار پول رو فوری بهشون میدی، اون بنده خدا میاد بهت 1000 دلار اعتبار میده، شما 1000 دلار رو برمیداری، فردا در میبندی میری اون ور. و از اینا هم کم نیستن. تو همین منطقه داریم فرش فروشی که از روزی که من اومدم توی آمریکا این میگه ما داریم میبندیم، هر هفته حراج میذاره میبنده، دوباره هفته دیگه باز میکنه، پول یه شاپینگ سنتری رو میخوره، یه جای دیگه میره با یه اسم جدید باز کن. آقای علیرضا امیر قاسمی هم داشت شو اجرا میکرد، بلده، شومن خوبیه. ببینید عیبش رو باید بگی، حسنش هم باید بگی، فیلم تهیه کننده خوبیه، کارگردان خوبیه، تمام این فیلم، تمام نه اون وقتا بیشتر این موزیک ویدیوهای خوب و قشنگ رو این آقا میساخت. بمانه داشت صحبت میکرد، بعد گفت که بابی شو، من گفتم خدای بابی شو چیه؟ این بابک زنجانی دادگاهش رو ایشون اسمش رو گذاشته بابی شو و میگفت که بابی شو اینجور هست و اونجور هست و این آقا گفته 2 میلیون یورو. نه عزیزم، اولا گفته 2 میلیارد یورو دارم، ولی از اون بهتر چیزیه که آقای مهدی ذوالفقاری امروز فرستاده در رابطه با نادرشاه هست و بابک زنجانی. من اول که خوندم متوجه نشدم، ولی آخرش رو دقت کنین، میگه که بسیار جالب است، بخوانید. آوردند که نادرشاه افشار عزم تسخیر کشوری را داشت، در راه کودکی را دید که به مکتب میرد، از او پرسید پسر چه میخوانی؟ پسر گفت قرآن. نادرشاه گفت از کجای قرآن میخوانی؟ پسر گفت انا فتحنا. نادر از شنیدن نام قرآن و آیه انا فتحنا خرسند شد و این را نیز به فال نیک و پیروزی تعبیر کرد و خواست به حرکتش ادامه بده. سپس سکه‌ای زر به پسر داد، اما پسر از گرفتن سکه امتناع کرد. نادرشاه گفت چرا نمیگیری؟ پسر گفت مادرم مرا تنبیه کرده و اگر بگیرم مادرم مرا تنبیه میکند و میگوید از کجا آوردی. نادر گفت به او بگو نادرشاه به من این سکه را داده. پسر گفت مادرم باور نمیکند. مادرم میگوید نادرشاه مرد بسیار سخاوتمندی است، اگر او میخواست به تو سکه بدهد به یک سکه اکتفا نمیکرد و سکه های بسیاری به تو میداد و نیز تو را پیاده راهی نمی کرد. حرف پسرک به گرمی بر در نادرشاه نشست و نادرشاه چندین مش سکه زر در دامن او بریخت و اسبی اصیل هم به او هدیه داد و او را راهی کرد. زمانی که نادر به قصر خیش بازگشت، قصه را برای وزیر اعظم خود تعریف کرد. وزیر گفت پادشاها این پسر بچه
بابک زنجانی بوده است که سر تو را هم کلا گذاشته. میخواد بگه که این بابک زنجانی چقدر پدر سوخته و زبل و این زبل و زیرک و اینها رو من نمیدونم ما درست استفاده میکنیم یا نه، چون بعضی وقتا زبل بودن به عنوان تعریفه، بعضی وقتا زبل بودن به عنوان به اصطلاح آدم های کلاش سوء استفاده چیه، ولی زیرک فکر کنم همیشه یعنی باهوش و به اصطلاح متفکر. در صورت اینجا دیلی میل نوشته که Inside the Theater of Terror Picture، بهتون گفتم که عکس‌ها رو بهتون نشون میدم مال این حملات وحشیانه این به اصطلاح افراد از آیسیس به فرانسه. حالا با هم میریم میبینیم، اینجا هم کامرای دو، بله ببینیم عکس ها رو و نوشته ها رو. میدونید که توی 3-4 جای مختلف بوده، حتی 3 نفرشون توی خیابون. من اتفاقا چند ماه پیش که فرانسه بودم ماه می و جون دیدم توی فرانسه میان برخلاف اینجا بیرون خیابون پشتشون به رستوران و خیابون رو نگاه میکنن و گویا یکی از این بنیادگراهای آیسیس وایستاده با اسلحه اونها رو زده. دوستان این سالونیه که توش نمایش بوده، 1500 نفر اونجا بودن و وقتی که شروع میکنن به شلیک کردن، چون موزیک راکن رول و اینها بوده، خیلی ها فکر میکنن که این هم جزوی از نمایشه و متاسفانه هفته پیش هم یه آتش سوزی در آمریکا شد در یک صحنه ای. اونها هم فکر میکردن که این آتش بازی قسمتی از نمایشه، از بس که این نمایش ها رو دیگه به صورت وحشیانه اجرا میکنن، طرف گیتارشو میزنه زمین، مشت و لگد به هم دیگه میزنن و این چیزا، مردم هم گیج شدن. در هر صورت با اینهایی که اونجا بودن مصاحبه میکرد و صحبت میکردن، خیلی هاشون میگفتن که ما اول فکر کردیم که این جزوی از شوه، ولی اینجا نگاه کنید این مرد رشی خیلی معروف گیتاریست و اینها مال همین کنسرت، مال همین به اصطلاح گروه موزیک ایگل دت متال یا هم چیزی، و اون پشت میبینید مثل منفجر شده و اینجا جایی بوده که یکی از اونها که خودش رو منفجر کرده، گویا یکی هم تو استادیوم منفجر کرده، چند تا هم اسلحه در آوردن تخت 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 ملت رو زدن و اینها. در هر صورت واقعا جای رعب و وحشت بوده اونجا و بیچارهایی که میگم کلی پول دادن، کلی انتظار کشیدن، منتظر بودن تا این گروه از کالیفرنیا بره اونجا براشون برنامه اجرا کنه و چند ساعتی رو از فکر این دنیا و قصه و بدهکاری و نگرانی بیرون برن. این بیعقل‌ها، این تروریست‌ها رفتن اونجا رو هم اینجوری به خاک و خون کشیدن و مردم رو داغدار کردن و میبینید که اینها، این خود گروه به اصطلاح اتفاقی براشون نیفتاده، ولی همشون میگفتن متاسفانه اون کسی که برای ما این برنامه رو گذاشت و اینها، گویا شخصی بوده به نام الکساندر الکس، اون به اصطلاح از بین رفته و اینم افراد گروه هستن که دارن جمع میکنن و میرن و گویا دیگه کنسرت های دیگه شون هم کنسل کردن، حتی قرار بود یوتیوب هم برنامه داشته باشه و اینها کنسل کرده. و این وقتی که تروریست ها این کار انجام میدن، خب الان خیلی ها وحشت میکنن، اگه بخوان برن پاریس، اگه بخوان برن بیرون، اگه بخوان برن مسافرت نمیرن و از لحاظ اقتصادی و اینها هم اینها ضرر بزرگی میزنن، مخصوصا به کشورهایی مثل فرانسه و اینها که توریست درآمد بزرگی رو به اونها میبره. و این هم توی همون به اصطلاح فوتبال، بله این دورور استادیوم هست که وقتی که توی استادیوم به اصطلاح نیم ساعت هم بیشتر از بازی نگذشته بود، من گفتم اقلا بی انصاف میذاشتی مردم فوتبالشون نگاه کنن اون لحظه های آخر، ولی میگفت که این اونجوری که اونها میخواستن انجام نشده، چون اولا دیر رسیدن، بعدم تازه یکی دوتاشون نرسیدن، الان هم پلیس دنبال یه نفرشون میگرده که گویا اون رو گرفتن ولی آزادش کردن، بعدن ماشینش رو پیدا کردن، فکر کنم ساله عبدالسلام یا هم چیزی. و اینجا شما میبینید که آقای
هولاند آمده و نوشته فرانس پرزیدنت فرانسیس هولاند is photograph speaking on his phone. داره اینجا میگه عکس گرفتن وقت داشته تلفن میزده دقایقی بعد از اون ماجرای بمب و اینها. ولی من فکر نمی کنم اگه دقایقی بعد از ماجرای بمب بود که این رو از جایگاه آوردن اینجا، ولی مردم هنوز اینجا نشستن. بعضی وقتا این فیلم ها عکساری که می گیرن یکم، البته ساعتش اینجا هست نوشته 21:36 9:36. حالا اگه ببینید که ساعت دقیق حمله کی بوده متوجه میشید، ولی اونجوری که ما شنیدیم ایشون رو به سرعت از اونجا دور کردن. این هم موقعی بوده که در به اصطلاح قسمت چیز نشسته بودن و داشتن نگاه میکردن و اینجا رسمه که فرماندار رئیس جمهور اینا میاد. ولی این جالبه، ببینید که درست مثل همون سپتامبر 11 که یه نفر آمد تو گوش جورج بوش گفت، اینجا تو گوش این گفتن. حالا افرادی هستن که میگن فرانسه از 2 هفته قبل خبر داشته، ولی اینها از بس که خبرهای دروغ بهشون میرسه نمیدونن که هر خبری رو که میگیرن به مردم بگن یا نه. خب ببینید، اگر هر کسی هر دیوونه ای زنگ بزنه به پلیس و بگه پرانجا رو ما میخوایم منفجر کنیم، اونجا اونها فلانجا رو تعطیل کنن، اصلا دیگه به قول معروف سنگ رو سنگ وای نمیسه و نظم و نظام به هم میریزه و بیزینس ها ورشکست میشن. این هم اون لحظه وحشتی که مردم دارن فرار میکنن از استادیوم، خارج میشن از استادیوم فوتبال، فکر کنم استادیو دو پاری یا فرانس هست، بله استادیوم پاریس اسمش بوده. میبینید همه صندلی ها رو خالی کردن، آمدن وسط زمین تا بعدم از اونجا برن بیرون. این هم ماجراهای موتورسیکلت ها و پلیس و اینها که آمدن پشت خیابون ها و گویا پلیس خوب چند نفر رو هم اشتباهی گرفته و این هم درسته. اینجا وقتی که یه نفر میاد تو بانک رو میخواد بزنه و مردم معمولی رو گروگان میگیره، بعد که مردم رو آزاد میکنن میان بیرون، نمیدونن که این حالا شاید خودش هم با مردم اومده باشه بیرون و بره. همه رو نگه میدارن مطمئن بشن کی مشتری بانک بوده و کی سارق بانک بوده. در هر صورت این کار زشت قبیح و من فکر میکنم هر کسی که یک مقداری انسانیت تو وجودش باشه، یک مقداری از آزادی از دموکراسی بو برده باشه، با وجودی که این کشورهای سوپر پاور دارن ظلم میکنن به مردم جهان، با وجودی که میبینید 900 تا 1000 تا اینور اونور کشته میشن، من و شما اصلا با خبر نمیشیم، ولی این دلیلی نمیشه که این افراد بیان اینجوری با اینها در بیفتن. اونم بیان مردم بیگناه، اونم بیان مردم معمولی اونها رو به اصطلاح از بین ببرن. و این هم میبینید که این یکی دو روز گذشته شهر پاریس اون حالت معمولی رو نداشته، حتی جاهای دیدنی رو تعطیل کردن. این برج ایفل هست و همون موقع هم که من اونجا بودم کنار برج ایفل این سربازا با اسلحه می اومدن. اتفاقا این هم همون میدون ریپابلیکنه که ما جایی که زندگی می کردیم درست چند قدمی این میدان ریپابلیک بود. این هم ویدیوهای مختلفی هست اگر بخواید، و این هم یکی از اونهایی هست که نجات پیدا کرده. این چیزایی که مثل آلومینیومه برای افرادی که سردشون هست یا حتی فکر کنم اگه سوخته باشن توی حوادث و اینها رو میندازن، یه چیزای خوبی هست که میتونن تا برسوننشون به بیمارستان و اینها به اصطلاح بعدن ازشون اون مراقبت های لازم به عمل بیاد. این که میبینید اینجا مثل آلومینیومه، این در حقیقت یه نوع پتو، یه نوع پوششی هست که حتما این یه کاری انجام میده که طرفی که مثلا مجروح شده و اینها دیگه اونها بهتر از من بلدن، یا کسی دکتره بیاد توضیح بده. خب اجازه بدید برگردیم به استدیوی جهانی تلویزیون مردم در ویرجینیا و برنامه رو پی بگیریم با چیزهایی که دوستان میفرستن. این رو دوستمون لینک فرستاده بود و شما فکر میکنید دوستان در خانواده هایی که مذهب و دین
هست. بابای متدین، مادر مذهبی متدین، توی اینها فکر میکنید بچه هاشون نو دوست هستن، هم نو دوست هستن، یا اونایی که بیدین و مذهب هستن؟ حوصله ندارید فکر کنید؟ خب من براتون نشون میدم. نوشته که کودکان خانواده های بی مذهب نو دوستتر هستن. تحقیقاتی در 7 دانشگاه اعلام کرده که کودکان خانواده های بی مذهب نو دوستتر هستن، که در این تحقیقات نشان داده شده که کودکانی که در خانواده های مذهبی بزرگ می شوند نامهربانتر از کودکانی هستند که در خانواده های بدون مذهب رشد می کنند. آنان همچنین علاقه بیشتری به تنبیه و مجازات بقیه دارند. به گزارش گاردین، این نتیجه تحقیق تازه‌ای در خصوص اخلاق و مذهب است که توسط 7 دانشگاه معتبر در سراسر جهان بر کودکانی که در خانواده‌های مسیحی، مسلمان و بدون مذهب متولد و رشد می‌کنند انجام شده است. این کلیمی‌ها چقدر زرنگن، همیشه از این های و هویا به دور هستند. اجازه بدید من اینو الان برای آقای اجلالی بفرستم، شاید ایشون دوست داشته باشه در این مورد صحبت کنه. آقای اجلالی امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه داره، چون ایشون مذهبی هست و متدین هست، ببینیم نظر ایشون چی هست در این باره. ziafattv@gmail.com آدرس ایمیل آقای حسن اجلالی، کارشناس ارشد هست و میتونید باهاش تماس بگیرید، چه در حین برنامه و چه در بازپخش اینها. اون هم میتونید در حین برنامه باهاش مستقیم صحبت کنید، در بازپخش میتونید برایش پیام بذارید و این ماجراها. اوکی، that was marathon. بله، ما به یه دوستی گفته بودیم که یه چیزی رو با کامپیوتر برایشون ترانسفر میکنیم. بعض وقتا آدم یادش میره از بس که چیزهای مختلف تو کلمون هست. من یادم رفت که به ایشون بگم که اولا سعی کن از این کیبلای چیز استفاده کنید. دوستان یادتون باشه، درسته که هممون تنبل شدیم، هممون دوست داریم کامپیوترمون وایرلس باشه، بدون سیم وصل بشه به اینترنت، ولی هنوز هم که هنوزه شما فست‌ترین، سریع‌ترین راوتر رو که بخرید به سرعت وایر نمیرسه. وایر یه سیمی هست بهش میگن کاتگوری 5، ولی دیگه برای که کوتاه باشه و مختصر میگن کات 5، مثل گربه مینسن کات 5، یعنی کاتگوری 5، چون این وایرها کاتگوری. یه سیمیه مثل سیم تلفنه ولی سرش بزرگتره، یه سرش میخوره به کامپیوتر شما، یه سرش میخوره به راوترتون یا به مودمتون. بعضی کامپیوترهای جدید دیگه اونو نداره، یا این کامپیوترهای کوچولو اینو نداره، آیپد اینو نداره. اینها دیگه میگن که ما انقدر وایرلسمون سرعت داره که اونو نمیخوایم. این دوست ما وقتی این کارو کرد و به ما گفت که وصل شد و اینم آدرس به اصطلاح کامپیوتر منو بیا داخلشو بفرست و فلان اینا، ما که شروع کردیم دیدیم اولا 2-3 بار قطع شد. وقتی 2-3 بار قطع شد، بعدن من فهمیدم که خیلی هم سلوه، خیلی آهسته است. و دیروز یه دفعه گفتم ای داد بیداد، من یادم رفت به این دوستمون بگم که حتما چی رو، ارتباطمون رو، کانکشنمون رو، اتصالمون رو، چون ما تو ایران وقتی میگفتیم اتصال فکر میکردیم یه جایی یه چیزی خراب شده، در صورتی که اون شورتج اینجا بهش میگن اتصال، یعنی وصل کردن، کانکشن. در هر صورت این رو یادمون رفته بود به ایشون بگیم که با سیم بذار. حالا امروز بعد از 2.5 روز که 2 تا کامپیوتر، یک کامپیوتر ما، یک کامپیوتر ایشون کاملا تو اون اتاق دیگه داشته میفرستاده اینها رو، امروز دیگه فرستاده شد، تموم شد. ایشون گفته مثل 2 ماراتون بود. میدونید که 2 ماراتون 2 طولانی هست، حدود 43 کیلومتر اگه اشتباه نکنم، و نفس بر و نفس گیر هست. این هم از این ماجرا. و اما من یادمه یه دفعه یا چند دفعه توی این برنامه ها این
جمعه گردی های آقای دکتر اسماعیل نوری علا که بعضیا بهش آخون نوری علا هم میگن، چون میدونید برید بخونید، برید برنامه‌اش گوش بدید، ایشون اول رفته بوده تو کار اسلام و اینها، اینا انقدر گیجن هر کسی یه جای صدا میده میرن دنبالش، بعد با سر میافتن تو چاه، هر چی میان بیرون با بو گندشون میان دوباره مردم میگن ما حالا فهمیدیم سرمون خورده تو فلان، فهمیدیم، دوباره میان میرن یه راه دیگه، دوباره میان میرن اینا. یه دفعه من توی برنامه‌ها این جمعه گردی ها رو گفتم ولگردی های آقای اسماعیل نوری علا. یکی از دوستانمون گفت آقا چرا میگی ولگردی ها، ایشون زحمت میکشه میشینه مینویسه فلان اینا. گفتم بذار برات بگم، ولگردی به افرادی میگفتن که هدفی نداشتن، به یکی میگفتن میره گردشگری، میره پارک، میره خیابون گردی. ولگرد اونایی بودن که بی هدف راه میافتادن، تو خیابون میرفت بالا میومد پایین، دنبال دخترای مردم، مزاحم تاکسی ها، مزاحم مردم میشد. به اینا میگفتن ولگرد، کسی بود که هدف نداشت. این آقای آخون نوری علا بعد از 10 سال حالا به این نتیجه رسیده که این ولگردی ها رو، و خودش حالا میگه ولگردی. دوست عزیز برو الان ببین، خودش این دفعه میگه که این جمعه گردی های من که شباهتی به ولگردی داشت، دیدم دیگه بسته، روش نمیاد، نمیاد بگه آقا من دیگه هم خودمو مسخره کردم هم دیگران. جالب اونجاست که اون بیچاره مجری تلویزیون عقب افتاده اصرار که نه آقا اینا رو بنویس، مردم داشتن یاد میگرفتن. چرا؟ حالا مثلا هفته 25 دلار 50 دلار میداده به این که این ولگردی های جمعه رو پنج شنبه بخونه، که از روزنامه و نشریه آقای تقی مختار که جمعه میاد بیرون این جلوتر باشه. بیچاره اینقدر جلو افتادی به کجا رسیدی؟ صبر کن، همینجوری که آقای آخون نوری علا الان میگه حالا فکر کردم که وایسم چند مدت دیگه یه حزبی درست کنم. خوشتون میاد دوستان؟ چجوری اول خودشون رو مسخره کردن، چگونه یه سری دیگر هم مسخره کردن دنبال خودشون کشیدن، هی جلسه بخوم و جلسه نمیدونم واشنگتن و فلان اینها، بعد 3-4 سال میبینن این نشد، میرن اسمش عوض میکنن. یعنی درست این همون تلویزیونایی که ورشکست میشن، پول اینو اونو میخورن، پول دوستاشون و فامیلشون رو میکشن بالا، با یه اسم جدید میان. منتظر باشید تا اسم جدید حزب آیت الله آخوند نوری علا رو هم براتون به اصطلاح اعلام کنم. و اما راجب آیت الله گفتم، این آقای چمنارا نوشته بود که بیاییم آخوند بشویم. آقای چمنارا خیلی به قول آمریکایی‌ها آدم کولیه، خیلی آدم خوش ذات و خوش قلبیه، ولی خیلی یه چیزایی رو ساده میبینه. ایشون نوشته که بیاییم آخوند بشویم. آیا میدانید آخوندها معاف از سربازی هستند؟ آیا میدانید آخوندها قاضی میشوند، در اداره ها استخدام میشوند، در وزارت ارشاد، در گمرک و ادارات اوقاف کار میکنند؟ اما هیچ آخوندی در کارخانه کار نمی کند. کمی فکر کنید، آیا تا کنون آخوند را در کارخانه به عنوان کارگر دیده اید؟ آیا می دانستید دانشجویان باید ترمی بالای 1,000,000 تومان بابت درس خوندن پرداخت کنند و آخوندها همین مقدار را بابت درس خوندن دریافت می کنند؟ آیا تا کنون دیدید آخوندی برای شفای فرزندش یا خودش خود را به امامزاده یا صحن امام رضا زنجیر کند؟ آیا دیدید آخوندی نظری درست کنه و بین مردم تقسیم کنه؟ آیا دیدید دادگاه محاکمه آخوندی پخش بشه؟ چرا دکتر بیکار داریم ولی هیچ آخوند بیکاری نداریم؟ بیایید آخوند شویم. من برای ایشون نوشتم که والا ببینید آقای سهراب چمنارا، خود شما میگید و خیلی هم همه جا گفته شده که اینا یه عده هستن که از دهات و اینها به علت که پول ندارن میان از 12-13 سالگی میرن حوزه های علمیه، اونجا هم حوزه های علمیه زن که توش نیست، که اینا مثل کلیسا مجبورن ترتیب همدیگر رو بدن. ببینید
حقوقم میگن، اتاقم بهشون میدن، حجرم بهشون میدن، حجره ها هم دو سه نفر با هم زندگی میکنن، درست مثل زندان های مردها و فلان اینا. ولی آقای چمنارا، مگه خود من و شما نمیگیم اینها این بلاها رو سر هم میاری؟ حالا شما میخوای خودت که میخوای بری آخوند بشی، هیچی، ما رو با خودت ببری آخوند کنی؟ من نمیخوام آخوند بشم، من کار میکنم توی کارخونه ها، افتخار میکنم، ولی بذار این آخوندها برن برای خودشون توی حوزه ها هر کاری میکنن، بعدم که فارغ التحصیل شدن برن توی اون شرکت هایی که میگه. میگه که خرجین شخصی را دزدیدن، مردمان به او گفتند سوره یاسین بخوان که آن مال پیدا شود. مال باخته گفت کل قرآن یک جا در خرجینم بود. این گفته عبید زاکانی است. اینجا دیاری است که برخی هر روز ایده های بهشتی می فروشند، اما خودشان سوار ماشین های ضد گلوله می شوند و به بهترین دنیا بیمارستان های دنیا می روند تا ورودشان به بهشت را تا حد ممکن به تعویق بیندازند و مردم ساده دل را برای مداوا به امامزاده ها می فرستن. و اما با آب و تاب نوشته بودند گاف عجیب سریال معمای شاه در قسمت دوم. گفتیم بریم ببینیم چیه، شاید اینا هم مثل ما اشتباه کردن. رضا شاه 4 تا زن داشته، گفتن 6 تا، که اشتباه نکردیم، 6 تا زن داشته، 3 تاش هم خیلی جوان بوده، مواظب باش. خلاصه رفتیم خوندیم ببینیم چیه. میگه که در یکی از برنامه ها، در برنامه دومشون، طرف نشسته یک شعری رو، یعنی در زمان شاه داره مینویسه، این شعره بعد از انقلاب گفته شده. بابا تلویزیون های آمریکا، فیلم های سینمایی هالیوود، به اون فیلم سازیشون، به اون نظم و ترتیبشون داره نشون میده. مثلا توی زمان شمشیربازیه، یه دفعه یه هواپیما توی فیلم از اون بالا رد میشه و اینا همشون این رو نادیده گرفتن. داره نشون میده توی زمان مثلا ابراهام لینکن، یا ابراهام لینکن هم ساعت بوده، مثلا توی زمان کی بگیم، این که توی پاریس بوده پیشبینی میکرده، توی زمان اونه یه دفعه ساعتش رو دستشه، یادشون رفته که ساعت رو در بیاره. این کار منشی صحنه است، کار کارگردان اینا، خیلی سخت نگیرید. اونایی که میشینن معمای شاه رو نگاه میکنن انقدر وقت اضافی دارن که براشون مهم نباشه که حالا این شعره قبل از انقلاب گفته باشه یا بعد از انقلاب. Take it easy. و اما دوستمون لینکی رو فرستاده که نوشته بود آقای تریتا پارسی شیرد، یعنی یه لینکی رو با شما سهیم شده، با شما خواسته نشون بده و اینها. من اشتباهی نوشته بودم تریتا پارسی، دو تا نقطه و متن رو نوشته بودم. نوشته بودم که پس از 14 سال تمام امید و آرزوها و خواسته های بن لادن رو این کشورهای قدرتمند با مالیات های کلون، با پول های کلون از ملت گرفتن و همه این خواسته ها رو جامعه عمل پوشیدن. و مطمئنم اگر آقای بن لادن به گفته آمریکا توی دریا باشه و غرق شده باشه و کشته باشنش، اونجا داره برای خودش میخنده. اگر هم الان نشسته باشه توی کالیفرنیا، همسایه شما باشه، اونجا هم داره به ریش من شما میخنده. آقای غلام ترشیزی، دوست نازنینمون و نکته سنجمون، برای من نشتو سربی، این روزا اشتباهاتت زیاد شده. اون روز خامنه ای رو گفتی خمینی، امروز هم این رو نوشتی از قول تریتا پارسی، و این نوشته از قول تریتا پارسی، اون تریتا پارسی این رو ننوشته، تریتا پارسی نقل قول کرده از فلانی. من اون رو درست کردم، بعد گفتم بابا درباره خمینی و چیزم خامنه ای هم فرقی با هم ندارن. حالا ما بگیم خمینی، بگیم خامنه ای، چه فرق میکنه؟ دوتاشون یه طرز فکر، دوتاشون یه سری دروغ، دوتاشون یه سری ریا، تا ببینیم چه خواهد شد. دست غلام جون خیلی سخت نگیر، ولی ممنونم و به این تیزبینی تو به اصطلاح دقتت تبریک میگم. خب بریم سراغ مجید. مجید از آلمان نوشته که در هر واقعه تروریستی و خشونت آمیز هر جنگ و هر جنگی که در میگیرد، من ناامیدتر میشوم، اگرچه حداقل فکر میکنم که واقع بین هستم و انتظارات عجیب و غریبی هم ندارم،
هر بار متوجه می شوم که جان انسانها چه بی ارزش و شعورشان چه ناچیز است. هر بار حاکمان جنایتکار ابله در مقابل دوربین ها قرار می گیرند و با کمال وقاحت اعلان می کنند که چنان می کنند و بیمان می کنند و در مقابل ترور و خشونت کوتاه نخواهند آمد و نیامده و همه را نابود می کنند و همچنان نابود می کنند و هر بار محکومین جنایتکار ابله وقیانه اعلام موضع مجدد می کنند که همچنان به جنایات خود ادامه داده و نابود خواهند کرد. این راه هزار بار رفته شده همچنان تکرار می شود و این دایره شیطانی همچنان باعث نابودی مردم بیگناه و معدودی از امتهای خر جهان با کمال وقاحت با این حاکم و یا آن محکوم جنایتکار اعلان همبستگی می کنند. مجیدم وقتی می نویسه می نویسه ها. خب یه دوستی داریم نوشته های کوتاهی برای ما میفرسته، از ایشون ممنونم. این همون دوستمون هست که درباره رضا شاه، درباره محمد رضا پهلوی و دیگران مینویسه، کتاب زیاد میخونه و از رو کتاب مستند مینویسه. این بار نوشته که میگن 4 تا هم کلاس دبستانی بودن که هر روز با هم نهار میخوردن، یکی فقیر بود، یکی متوسط بود، یکی پولدار، آخری هم خیلی پولدار. یک روز بچه فقیر یغلوی را گم کرده بود. یغلوی این ظرفای فلزی بود که تو ارتش هم میدادن، حتما این کلمه ترکی چیزی. یک روز بچه فقیر یغلوی را گم کرد. سر نهار خیلی پولداره در حالی که خودش داشت نهار میخورد گفت بچه گفت ببین دوست من باید مواظب باشی. بچه ثروتمند گفت بابا باید چشمهات رو باز کنی. ولی اون بچه متوسط نهارش رو جلوی بچه فقیر گرفت و گفت بیا با هم بخوریم. آفرین بر شما و آفرین بر اونی که خوراکش رو با دیگران تقسیم کرد. بله همیشه همین جوری بوده و هست. و اما ببینیم که پاریس رو براتون گفتم، اخلاق، مذهب و سیاست رو گفتم که میگه بچه هایی که در خانواده هایی که دین و مذهب ندارن بزرگ میشن آدمای مهربون تری هستن، به هم نوعشون، به حیوانات و به طبیعت و اینها بیشتر عشق میورزن. تا چه حد درست باشه نمیدونم، چون شما این روزا هر چیزی رو بالاش بنویسید طبق آمار هیچ کم ازت نمیپرسه آمار کجا بوده کی بوده و اینها، و دیگه مردم فکر میکنن که این واقعا درسته، ولی من نمیدونم که بوده یا نه. ببینیم که این اقتصاد نیوز چی میگه. اقتصاد نیوز گفته که اینا وبسایت های ایرانی وقتی میریم یه ربع ساعتی میچرخه اینجوری خوابت میکنه، بعد یه صفحه میاد. و دوستان یادتون باشه بیشتر وبسایت های ایرانی چون از چینا و راشا مثل که میگیرن اوضاع و احوالشون رو، یه مقداری بعد ممکنه به شما اشکال بدن. آها این یه تبلیغ بود، نوشته بود یک تبلیغ خیلی عجیب. به خدا من نمیدونم ما مردم ایران دیوونه هستیم چه مرگیمونه. ببینید من نمیدونم این تبلیغ کجاش خیلی عجیبه که اینو تو روزنامه یا توی نشریه اینترنتی چاپ کردن. نوشته که او در این آگهی نوشته آپارتمان اجاره‌ای با تخفیف برای طلبه سادات معمم، لطفاً طلاب غیر سادات یا سید غیر معمم تماس نگیره. آقا باورش اینه، این با اونی که می‌نویسه که یک رومیت میخوام سیگاری نباشه هیچ فرقی نمیکنه، این با اونی که توی دانشگاه می‌نویسه که من یک هم اتاقی میخوام به شرطی که مثلا رشته فیزیک باشه، میخواد ساعاتش باش یکی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. یه آقایی خانمی نمیدونم چیه معممه یا خانمه میخواد آخوندهای سید، اونم سید سادات بیان. این آزادیه که طرف مینویسه آقا من با افرادی که مثلا پارتی میذارن نمیخوام خونم رو اجاره بدم، اتاقش رو به شما اجاره میده ولی به شما میگه شما حق نداری مهمون که میاد اینجا شب بمونه. اونی هم که میاد میدونه میچینه، حالا شما دنبال اتاق خالی میگردی برو یکی دیگه پیدا. اینم از این. و اما کشتار مردم بیگناه پاریس توسط تروریست ها را محکوم میکنیم، این را هم با سیاه کل نوشته.
و این دوستان هم همه نشستن یه اتفاقی یه جا بیفته، محکوم کنن، نشریه چاپ کنن، ولی خودشون هیچ برنامه ای ندارن. آقای دکتر عباس، این دوست نازنینمون، نوشته که جوی خون است، چون نیلش، یعنی رنگش نیلی رنگ، جوی خون است چون نیلش کنی، کیمیا داری که تبدیلش کنی، این همه کیمیاگری ها کار توست، این همه اکسیرها اسرار توست. از بزرگ ایران زمین، مولانا بلخی خراسانی. این دوستونم خودش خراسانی. ممنونم از علی شیرازی عزیز، یک ویدیوی رو فرستاده راجع به رستم. این کارتونا رو قبلا هم دیده بودم، هر کسی اینا رو درست میکنه خیلی با ذوق با سلیقه درست میکنه، متاسفانه چون روی یوتیوب میذارن، ما اگه در برنامه نشون بدیم اون وقت یوتیوب ویدیو خود ما رو به اصطلاح ریجکت میکنه یا پس میفرسه. اینه که ما میبینیم، حالا شاید روی فیسبوک بذاریم، اگر دوستان چیزی میفرسن، اگه مایل هستن برای بیش از 7700 نفر دیگه بفرسن، یه 10 دلاری 5 دلاری به قول آقای جهانشاه، آقای جاوید شهافر میگه که بابا به قلمی، به قدمی، به درمی حمایت کنید. بعد میگه البته درم هم بهتره. خب بازم زعفران در نقده، آهان، این بازم علی شیرازی فرستاده، گویا یه نفر داشته اونجا دنبال یه چیزی میگشته که یه گلی درست کنه که نمیدونم اینجوری باشه اونها باشه، زعفران چیز شده. و زعفران میدونید مثلا در استحبانات فارس زعفران خیلی خوبی هست، در خراسان زعفران خیلی خوبی هست، ولی متاسفانه چون نه در دوره شاه تبلیغات درستی برای وسایل ایرانی شد، به جای اینکه ما بیایم فرش ایران رو معرفی کنیم، فرش بافی رو، دستگاه های جدید، کارگاه های جدید بیاریم ایران، رفتیم اشتوکهاوزن رو آوردیم تو خیابون سعدی سوار همدیگه بشن و همه فکر کردیم به 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 رسیدیم به دروازه های تمدن بزرگ، هم درمون باز شد هم تمدن بزرگ رفت توش. در صورت اینها چی داشتم میگفتم خدایا، فکر کنم راجع به همین چیزی بود که علی شیرازی فرستاده، بذار برگردم یادم میاد. این مغز ما، آها، زعفران در نقده. خب بله، ولی میدونید که بهترین زعفران دنیا الان زعفران اسپانیا شناخته شده. جالب اینه که خیلی از ایرانی ها الان زعفران ایران رو به عنوان زعفران اسپانیا میفروشن و حتی من شنیدم صادر میکنن به اسپانیا، اونجا بسته‌بندی میکنن به اسم زعفران. و وای بر ما که نمیتونیم حتی یه چیزی رو که توی مملکتمون به اینا میگن ریسورس، منابع طبیعی، تولیدات، اینها رو هم ما نمیتونیم پروموت کنیم، نمیتونیم حتی تبلیغ کنیم، اصلا بلد نیستیم تبلیغ کنیم. و اما این دوستمون آقای نار اناری یا خانم نار اناری، من نمیدونم این اسم حالا حقیقیه نیست، ایشون نوشته سلام، شما آقای سربی همیشه میگویید که تو یه بیننده حق نداری که به من بگوی این کار را بکن یا آن کار را نکن. خب قربونه برم، همینجا شما داری دروغ میگی، داری غلط میگی. من میگم اتفاقا شما به من بگو این کار را بکن، اون کار را نکن، بعد حق بده به من که این کار را انجام بدم یا اون کار را انجام ندم. و الا کی گفته شما حق نداری؟ شما حق داری به من بگی که این آب را در برنامه بنوش، ولی من اگر بخوام برم دستشویی الان نخوام، نباید بنوشم، ولی الان میخوام مینوشم. ما آقای نادر نادری نژاد، دوست عزیزمون، گفت که ما ایرانی ها در عوضی شنیدن و عوضی گفتن از همه جلو افتادیم. آقا خانم، من به شما میگم بگو آقای سربی اینی که پوشیدی امروز خوب نیست، این پیرنه یقش کوچیک شده، مجبور شدی فکلت بزرگ بزنی، گردن کلوفتید بیشتر معلوم شده، ما وحشت میکنیم. ولی به من نگو که برو آقا دفعه دیگه لخت بیا. اینو من گفتی، من دفعه دیگه میگم چشم، یک کمی اینجوریش میکنم که هم فشن بشه، مد دیدی که این خواننده کراوات چه میذاره اینجاش اینجوری میشینه یا کراوات چه میندازه پشت سرش. ما اینو گفتیم، ما کی گفتیم شما
یه دونه ویدیو برای من بیار که من گفته باشم شما حق نداری که به من بگی چی کار کن چی کار نکن. اون وقت شما اگر اینو بفهمی یاد میگیری که پیشنهاد میکنی، مثل الان. پس ببین یه چیزی یاد گرفتی از سوربی، یاد گرفتی که به کسی نگو این کارو. من این دوستم آقای علی شیرازی هر وقت ویدیو میفرسه مینویسه چی؟ حتما تا آخر رو نگاه کنید یا این دیویدیو رو نگاه کنید. میگم آقا اینجوری ننویس، به جاش تیترشو بنویس. ننویس خیلی زیبا، ننویس خیلی جالب، تیترشو پیدا کن، کپی رو بذار اونجا، اون وقت به من اجازه بده که نگاه کنم یا نکن. یاد میگیری. اون دوستمون که میگه که آقای سوربی موهات سفید کردی، پیر شدی، هنوز یاد نگرفتن تلفن بزنن، هنوز یاد نگرفتن ایمیل هم بزنن. بله سلام، شما آقای سوربی همیشه میگویید که نه من هم چیز نمیگم، شما 115% داری اشتباه میکنی، پیدا کن برای من بفرست، من پخش میکنم رو کجا گفتم هم چیزی از مردم بسخواه میکنم. ولی اگه مردم گفتم شما چیزی که میفرسی حق بده که من پخش کنم، حق بده که من بخونم، اون برای امروز هم میگم. خب اما این بار چون که خودتون خواستید که درباره صدا تصویر تلویزیون مردم بینندگان نظرشون رو به اطلاع شما برسانند، چون که من برنامه شما را از فیسبوک تماشا میکنم و خط کامنت من را هم روی فیسبوکتان بسته اید، از بس مزخرف نوشتی، بیار ببینیم چی نوشتی. مثلا من نوشتم امروز برنامه دارم، تو رفتی تبلیغ یکی دیگر آوردی گذاشتی اونجا، در صورت که اگر مثل یه شخص شریف تبلیغ رو برای من به صورت پیام میفرستدی، به صورت قسمت مسیج میگفتی سوربی جان اینو برای من پخش کن، $5 من فرستادم، اون وقت من کی شما رو قطع میکردم؟ یا لابد اومدی اونجا به این اون فوش وضعیت کردی؟ هنوز پیام میتونی بفرستی. شاید اگه بلاکت کرده باشم، بله ممکنه برای که دیگه کامنت نذاری ممکنه بلاکت کردم، که شما خیلی قشنگ نوشتی، آفرین، خوشم میاد که بازم اینقدر زبل و زیرک هستی که از این طریق اومدی تو. ما اگه درو بستیم شما از پنجره اومدی تو، از این لحاظ خوشحالم که هنوزم با ما هستی. خب گفته که چون که خودتان خواستید درباره صدا و سیما، چون که من برنامه شما را از فیسبوک تماشا میکنم و جای کامنت رو در فیسبوک روی من بسته اید، نشان میده که از کامنت های من آزرده شدید. بله شدم، باشه، اما من از رو نمیرم و از این راه و از راه این ایمیل از شما درخواست و یا پیشنهاد میکنم و یا پیشنهاد به شما میکنم. ببین چقدر قشنگ شما عوض شدی، از اونجایی که حق داشتی به من بگی چه کار کن چه کار نکن، الان عوض شدی بدونی که خودت بدونی. الان میگی من از شما درخواست میکنم، I'm asking you، بعد میگی به شما پیشنهاد میدم، I'm suggesting you. عوض شدیم بابا. این آقای شبستری میگه این برنامه ما ممکنه شما تو یه برنامهش که نگاه میکنی تأثیر نذاره یا متوجه نشی، ولی اینجا به قول معروف over the years، در طی این سالها تأثیر خودشو گذاشته، 48 ماه برنامه گذاشته، 48 سال اقلا من یکی فهمیدم که تفاوت حقیقت با واقعیت چیه. برنامه من 15 سال 20 سال 30 سال دارم میذارم شما امروز فهمیدی که شما حق نداری به من بگی چه کار کن چه کار نکن، ولی شما حق داری از من خواهش کنی، بخوای، پیشنهاد کنی که این کار بهتره. بریم ببینیم پیشنهاد شما چیه. ممنونم که این رو گفتی. پیشنهاد میکنم که تلویزیون مردم را از راه اینترنتی اندروید به موبایل، به قول فرانسوی ها ازدواج، فرانسوی ها ارتباط و وصل شدن دو چیز را ازدواج میگن، درسته دیگه، مرج، اون ودینگ، نمیدونم چی میگن، انگیج کردن، اینا همش از همین میاد. شما مثلا میگی دنده ها را انگیج کن، بعد نامزدی را میگی انگیج کن، اینا درست. ببین دوست عزیز من، شما تلویزیونایی رو میبینی که روی رادیو هست، روی شاوتکست هست، روی باودکست هست، از آقای پیران تقاضا میکنه، خواهش میکنه، فلان شد دستمال میکنه، چه فایده؟ منی که اونجا نیستم، شما مثل بچه آدم قشنگ میدونی کی بیای رو فیسبوک نگاه کن، هر وقتم بخوای حمایت کنی حمایت میکنی، که من امیدوارم این کار رو انجام بدی،
چه فایده ای؟ من رو اندروید برم، فردا یه تلفن دیگه میاد رو اونم برم، یه رادیوی دیگه میاد رو اونم بیام، یکی دیگه میزنه تو بر دستشو میتونه گوش بده به اونم بزنم، چه فایده عزیز من؟ اون وقتا مادر بزرگمون هی ما میرفتیم خونه پسرعمومون، میرفتیم خونه پسرعمومون، هی میگفت که ببینید وقتی میرید یه جا، یه جا وایسید، آدمی که یه جا همه جا، آدمی که همه جا هیچ جا. بعد میگه یه کلمه هم هست هر جایی، کلمه هر جایی خیلی بده، شما بری ببین بعضی از اینا دیگه هر جایی شدن، رو همه چیزا هست، دو تا بیننده اینجا داره، یه شنونده اونجا داره، چهار تا بیننده اینجا داره، سه تا اونجا داره، چه فایده؟ حالا خود ما که این همه اینجا داریم چه فایده دوست عزیز؟ خیلی هم تو سر اونا نزنیم، یه دو تا تو سر خودمون بزنیم. بله عالی میشه تلویزیون مردم اندرویدی بشه، منم موفق به تماشای برنامه شما زنده از اندروید میشم، موفق باشید، از روزه درازی هم پوزش میخوام. اصلا هم روزه درازی نکردی، ایمیل شما سه خط بود، خیلی جالب قشنگ چند تا چیز رو توضیح دادی، مشکلی که من بلاکت کردم رو گفتی، مشکلی که فکر کردی من گفتم شما حق نداری رو قشنگ گفتی، خودت بعدا درستش کردی، پیشنهادم دادی. حالا من یه سوالی از شما میکنم، نه اینکه من $5 شما رو احتیاج دارم، ولی شما حاضری نه به تلویزیون مردم، به یه تلویزیون دیگه $5 در ماه بدی تا اون بره $500 در ماه خرج کنه، یه انکودر دیگه بذاره که رو اونم پخش بشه؟ از خودت این سوال کن. آمریکایی‌ها موفقیتشون رو مدیون این جمله هستن که من نپرسم از مملکتم که مملکت من برای من چه کار کرده، از خودم بپرسم من برای مملکتم چه کار کردم. بریم با هم یه دونه آگهی ببینیم، بیاین که اون بانوی عزیز زنگ میزنه میگه این توش در نذاشتی، اون دوستمون زنگ میزنه میگه شما 2 سال دروغ گفتی، ولی میخوام ببینم چند تاتون به پتروس زنگ میزنید، اقلن بگید پتروس جان ما الان چیزمون خراب نیست، ولی اگه چیزمون خراب شد به شما زنگ میزنید، که الان این بنده خدا دلخوش باشه. کارمون خیلی خرابه. آگهی رو میبینیم برمیگردیم، ساعت 4 بعد از اون با آقای اجلانی هستیم، چون قبل از برنامه من برنامه آقای شبستری پخش میشد، من بارها توضیح دادم اگه به موقع برسم اینجا برنامه قبلی رو قطع میکنم سر جاش، و این شعرهای شاملو و خیام و شجریان و اون آقای یدالله طارمی میذارم، اگه نرسم دوستان برنامه های زنده ما ارجعیت داره به همه برنامه ها، مثل موقعی هست که اوباما میخواد سخنرانی کنه میاد قطعش میکنه، یا مثل موقعی که فوتبال بازی میکنه 60 مینیت رو نشون نمیده، برنامه زنده من، برنامه زنده آقای اجلالی، برنامه آقای حسن ارشاد، یا برنامه‌ای که سر ساعت قرار پخش بشه، اینها ارجعیت دارن. پس چون این اشتباه نشده، چون اینجوری شده، برنامه آقای شبستری رو دوباره بعد از برنامه آقای اجلالی میبینید. هنوز هم خیلی از شماها شکایت میکنید که آقای شبستری آدم خوبیه، حرفای خوبی میزنه، ولی طول برنامهش زیاده. والا من دیگه این زبونم مو در آورد، از بس بهشون گفتم فرزاده عزیز، به جای اینکه ماهی 2 ساعت برنامه بذاری، با همین مبلغی که کمک میکنی، حمایت میکنی، ممنونم، هفته 1 ساعت برنامه بذار من برات پخش میکنم، ولی چیزای جدید کوتاه‌تر اینها میگه نه اینجوری راحت تره. ما هر کدومون از دیوانگی یه رنگی برای خودمون انتخاب کردیم. بریم آگهی رو ببینیم و برگردیم. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052.
خب دوستان عزیز، ممنون و متشکر از شما. توی این فاصله یکی از دوستان برای من یک آدیو یه ویدیویی رو فرستاده بود که ایشون داخل اون ویدیو داره میخونه و به اصطلاح از حضرت عیسی ممنونه، تشکر میکنه و اینها. شما هم اگر مسیحی بودید، مسیحی شدید، مسیحی هستید و مایل هستید که تبلیغ کنید، مایل هستید برنامه هاتون رو پخش کنید، میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید. دکتر مظاهری، بیچاره دلم براش میسوزه با اون اوضاع، براتون گفتم که از ترس بیننده ها یا تلویزیون هایی که دشمنش هستن گوشی رو دیگه چپونده تو گوشش، نمیدونم میبینید یا نه. آخوند اسماعیل نوریالا یا نوریالا آخوند فکل کراواتی رو براتون گفتم. و من امروز گفتم اینا که اینقدر میگن آیسیس روی فیسبوک و اینها ریکروت میکنه، خب چرا فیسبوک اجازه میده به یک همچین وبسایت هایی که یا یک همچین صفحه هایی که باز باشن؟ بعد رفتم زدم آیسیس، خیلی جالبه، یه رستورانی هست. بیچاره بعضی اسما وقتی درست میکنی اون موقع توی حال و هوای دیگه هستی، یه معنی دیگه میده، بعد یه چیزی میاد خرابش میکنه. این به نام، یادم اون وقتا یک اینایی که نقشه کشی میکردن، مهندس های نقشه کش میدونن، یه میزی بود، میز نقشه کشی خیلی هم گرون بود، بهش میگفتن ایز آی اس، همین اسم لعنتی که اینا انتخاب کردن و خیلی گرون بود تو ایران. حالا بذارید من برای شما اینجا بزنم این ایز یا آیسیز، ببینید چی میاد. یک کافه هست در این منطقه ویرجینیا، بذارید اینجا بزنم، بله، آیسیز گریل اند کافه. ای بابا، خیلی، ما اسم رو میزنیم اینجا هم بهمون نشون میده، اونم میزنیم باز میره برای خودش یه جای دیگه. آیسیس، نمیدونم، در اصل خودتون بعدن بزنید نگاه کنید. آیس وقتی که میزنید یه رستورانیه که برای قلیون کشیدن و اینها هم هست در استرلینگ. حالا من نمیدونم، هم اون اونایی که مال میدل ایست هستن، مال خاورمیانه هستن، هم اونا وقتی میخوان برن اینجا آیا احساس امنیت میکنن که الان که میرم اینجا FBI میاد میریزه میگیرتن؟ یا اگه مشتری های آمریکایی بخوان برن وقتی تابلوش نوشته ISIS با اون علامت عقابی که روش هست و اینها چه فکری میکنن؟ نمیدونم، در صورت بعضی وقتا میگم بهتون که این اشکالا پیش میاد. خیلی ها اینجا اینو می نویسه Stop ISIS, Anti-ISIS, Anti-ISIS, The Band، حتی یه مثل که بندی هم هست اسمش ISIS هست. بذارید من به شما نشون بدم، شاید شما بتونید من راهنمایی کنید. الان زدم مثلا اون، بعد چیز اومد، ذکر الله اتحاد الحق اومد. یا بزنید رو این ببینید، رو مردم تیوی میاره آیسیس رو، بعد ازش عکس میگرفتم، عکس رو به شما نشون میدادم. آیسیس کلکشن، آیسیس گریل بگم. این فیسبوک هم یک کمی کارش خرابه، میدونید چرا؟ مثلا توی صفحه خودم، توی صفحه سوربی که میزنم آیسیس کافه اند گریل رو میاره، ولی توی مردم تیوی که میزنم میری یه چیز دیگه میاره. خب اگر این باکس برای سرچ یا جستجو هست باید دوتاش یه چیزو بیاره، اصلا نمیدونم. اینجا هم که میزنم میری یه جای دیگه، شاید چون من براشون نوشتم، شماره تلفنش هم هست 703-437-CC، شماره تلفن ایناش هم خوبه، آدرس هم اتفاقا نوشته، بذار ببینم با این بزنم میاد. نوشته آدرس suggested price Oak Grove Sterling Virginia. اتفاقا من دفتر بیمم نزدیک اونجا بود سالها پیش، قبل از اینکه عقلمون کم بشه و بیایم تو کار تلویزیون و اینها، بیشتر اونجا بودیم. ببینیم این دوستمون چی میگه. 416، ببینم پیام شماره آشنا هست، حالا ببینم چی میگن. این دوستانم میگن که وقت صحبت میکنن متاسفانه بعضی هاشون اول کار نمیگن. بذارید ببینیم.
جام سرویس سلام از شهر هستم از تورنتو الان ساعت ۳:۳۰ هست امروز توفیق پیدا کردم که برنامه شما رو لایو ببینم در مجموع اگر وقتی ۵ ده دقیقه فرصت بدیم که صحبتی دارم هم در مورد آهان این آقای دکتر افشارها قبلا هم لطف کرده بودن پیام گذاشته بودن بذارید زنگ بزنیم ببینیم که اگر مطلبی هست اونها بیان صحبت کنن خیلی خوش بیانن من از ایشون هم ممنونم چون به عنوان یه معلم و ایشون همیشه به اصطلاح لطف میکنه وقتی ما یه چیزی رو میگیم اگر اشتباه کرده باشیم تصحیح میکنه در اون رابطه اگر چیز دیگه‌ای باشه به ما میگن بذارید ببینم هستن چون همون اول برنامه زنگ زدن و این هم میگم متاسفانه گاهی وقتا شما از ترس دوز در خونه رو که قفل میکنیم و بچه تون از مدرسه میاد پشت در قفل میمونه. آقای دکتر افشارها سوربی هستم برنامه زنده و ممنونم که تماس گرفتید. اگر وقت دارید و روی تلفن نیستید چند دقیقه با شما باشیم، اگه نه که شما زنگ بزنید به من. الان میتونم خدمتتون باشم چون امروز توفیقی دست داد که به هر حال زنده ببینم. حالا شما زنگ زدین. حالا برمی‌دارم. اوکی. خب لطف کنید شما صدای تلویزیون رو کم کنید. آره کم کردم. آره. آها. خب من به گوشم، دوستان هم میشنون صدای شما رو. دوستان عزیز با دکتر افشارها هستیم از کانادا، قبلا هم ایشون مهمان برنامه بودن. اسم ایشون رو توی گوگل هم که تایپ کنید میبینید. من ساکت میشم. اولا باور کنید آقای سوربی عزیز که من خیلی تلاش میکنم که همین روزهای دوشنبه اینها رو بتونم در مجموع برنامه های شما رو زنده ببینم تا ده مرتبه من پر بشه و بتونم به هر حال هم کاری انجام بدم هم بیشتر استفاده کنم. ممنونم. به هر حال امروز این توفیق دست داد و برنامه رو درباره این آماری که فرمودید دانشگاه ها دارن میدن. بله عرضم به حضورتون که چند دانشگاه تغییر کردن. من یادم اومد از اون شعر معروف کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، اگر نه من کجا و بیوفایی. من نمیدونم چه ارتباطی داره و چه غرضی دارن اینها، خصوصا که بعد از ادیان به خصوص هم نام نمیبرن در این آمار. چه غرضی دارن اینها درباره اینی که تا این حد به اصطلاح بیخ بکنن و پیله بکنن به بین دین و بیدینی و این صحبت ها. البته این ماجراش دراز هستش، من فقط خواستم عرض کنم زیاد هم به این تحقیقات توجه نفرمایی. چند قبل در اون مجله تایمز میخوندم که اساتید دانشگاه هاروارد کشف کردن که شیر مادر بهترین غذاست برای بچه. اگر خاطرتون باشه خدمتون عرض کردم که اون از کرامات پیر ما چه عجب، این رو هر شخص عادی میتونه ببینه. حالا نمیدونیم چرا اینها باز به عنوان کشف بزرگش میکنن. بگذاریم، به هر حال زیاد به این مسائل نباید توجه کرد. مطلبی که من خدمتتون زنگ زدم بیشتر واقعیتش برای این بود که من سال 2001 بود به نظرم در بیروت کتابی البته به عربی به عنوان شرح المامضا نوشتم، چون معتقد هستم که خاطرات گذشته ها بهترین درس میتونه باشه از هر کسی به دیگران و به جامعه. به ملاحظه اینی که حال رو این خصوصا در حال حاضر که اینقدر ارتباطات عادی و ساده شده، همه فورا خبرها، یعنی واقعا شما نمیتونید یه جایی رو باز کنید خبری بشنید این تازگی داره براتون، برای که صبح ساعت 6 که مثلا ساعت 10 که شما بی بی سی یا جای دیگر رو کنترل میکنید میبینین خبرهایی که حالا بعد افراد یا تلویزیون ها یا میدیای دیگه میدن تمام اینا تکراریه. آینده هم که در دست بشر نیست. بهترین جریان اینی که گذشته ها رو بدون اینی که انسان بخواد واقعا حب و بغضی داشته باشه، هر کسی اگر حوصله بکنه و فرصت داشته باشه خاطره بکنه، خیلی آموزنده خواهد بود. من یک شعری داشتم می نوشتم به نام این که اصطلاح داره کتاب میشه رنگ خون خود را چک کنی. معتقد هستم که قدیمی ها می گفتم اگر خون اون پر رنگ تره، می خواهم بگم مثلا خون یک منطقی با منطقه دیگه کلن فرق میکنه.
یک چیزیست که عملا ثابت شده، ولی خب باید اساتید محترم دانشگاه ها کشفش کنند و بگوین این مسئله رو اگر جرأت کنند. درباره این حمله من ماجرای حدود 4-5 ماه قبل با یک به اصطلاح فرانسوی اصل کبکی صحبت میکردم، زمانی که قایق این مهاجرین چپ شده بود و حدود زیادی به اصطلاح طفله ها غرق شده بودن و اینها، وقتی گفتم من واقعا دیدم این با یک حالت نه پوزخندی، خیلی حالت عادی گفت، البته شوخی کرد انشالله، ولی گفت خب فلانی ماهی ها هم غذا میخوان. خب ما گذشتیم، اما میخوام بگم که احساسات رو در واقع در سیاست نباید خیلی دخالت داد. در اون رابطه من یک شرحی برای اینکه در یک جایی میخواستش چاپ بشه، شرحی مختصری در ابتدایش نوشتم و اون این که با اجازه شما قرائت میکنم. ابتدا به علت فاجعه اندوهبار تروریستی در فرانسه به مردم این کشور عمدتاً و بستگان و قربانیان این حملات کور وحشیانه و ناجوان مردانه خصوصا در سراسر جهان که این خود نیز مولود سیاست بازی های غلط و مغرورانه نه ابر قدرت ها بلکه ابر مغروران مستکبر و غافل از واقعیات جهان، یعنی رؤسای جمهور و نخست وزیران چند کشور زورگو و حق به تودار از جمله خود فرانسه می باشد، عمیقا تسلیت می گویم و با آنان همدردی می کنم. روح قربانیان بیگناه شاد و عمر بازماندگانشان دراز باد. از خداوند عالم هم ذلت و خاری و ویرانی مسببین واقعی این فجایع را مسئلت دارد. و اما نگفته نماند، جناب آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه فرموده اند که حمله بیرحمانه در پاریس اعلام جنگ داعش به فرانسه است. باید عرض کنیم جناب پرزیدنت، ساعت خواب داعش و داعشی ها و امثال هم در عکس العمل سیاست های نادرست این قدرت ها از مدت ها قبل مکررن و به دفعات به شما و دیگر دولت های زورگو، مغرور و خودپرست شبیه شما تا جایی که ما در اخبار و رسانه های عمومی و جهانی دیده و شنیده این اعلان جنگ خود را داده بودن. خاصگی ندارد. گویا حضرت عالی با این حمله از خواب پریده اید و به قول ما ایرانی ها تازه دوزاریتان افتاده است، اگر افتاده باشد. چون 10-12 ماه قبل هم زمان حمله به دفتر روزنامه اون شالی عبدو هم همین فقره فرمایشات را بیان کرده بودید. به هر حال خوب باید بدانید که حمله سبعانه به لیبی، عراق، سوریه، یمن و جای مختلف جهان و قتل و غارت و کشتار میلیون ها زن و مرد و کودک بیگناه توأم با آوارگی میلیونی مردم و ویرانی کشورهایشان و خلق و پشتیبانی بی حد و مرز این گروه های خونخوار تروریست و از ناب مرتجع آنان در منطقه جهت تأمین منافع هرچه بیشتر سیاسی و اقتصادیتان، به خصوص قارت و چپاول منافع نفت و گازهایشان هم بهایی دارد که برای پرداخت آن باید کاملا آماده باشید. به قول جناب مولانا، این جهان کوه است و فعل ما صدا، سوی ما آرد صداها را ندا. باد کاشته اید لطفاً طوفان درو کنید. خیلی آقای سربی جای تأسف هست واقعاً برای مردم بیگناه. به قول فرمایش شما نمیگیم بیگناه، مردمان عادی. هیچ مهم نیست که در کجای دنیا هستن، اینها بخوان لحظاتی رو به قول فرمایش حضرت عالی یا دیگران سپری بکنن با خانواده هاشون، تو پیاده رو راه میرن این طرف اون طرف، یک دفعه اینها فدای هیچ بشن. تا زمانی که این کشورها تجدید نظر واقع بینانه در مسائلشون نکنن، همواره بایستی اینها منتظر این جریانات باشن. ایجاد کشورهای 20 کشور پیشرفته، این ندانسته تحقیری است بر 170 کشور دیگر جهان. اینها واقعا من نمیدونم جناب سربی
مولود سیستم دموکراسی هستش که اینا انتخاب میشن. اگر نه واقعا از فضل سیاسی به نظر بنده کوچکترین بهری ندارن اینها. تقسیم کشورهای 8، کشورهای 20 عملا و علنا دست به تغییر کوچکتردن و به اصطلاح ایجاد رنگ‌های مختلف خون. من معتقد هستم که نه تنها رنگ بعضی‌ها خونشون پر رنگ‌تره، بلکه ای دوستان شنوندگان عزیزان بدانید رنگ خون خودتان را هم چک کنید، با توجه به منطقه، با توجه به زبان، با توجه به دین، با توجه به نژاد. به این پروپگاندهای تساوی حقوق و حقوق بشر و این هم تا حد احترامی که شما را محفوظ بدارد ارزش قائل بشید، نه بیشتر. این رو چند من یک شرح مبسوطی در این باره از من خواسته بودن که بران انشا بکنم و بنویسم برای یک اصلاح مجلاتی حرفا. این مقدمه مختصر رو حیفم آمد که در اینجا تسلیتی به مردم فرانسه نگیم و تقبیحی از عملیات شرورانه این سردمداران این کشورها نکنیم که واقعا جهان رو اینها به خاک و خون کشوندن. مجددا من در همینجا لازم میدونم که چون مدتی همین 3-4 سالی ما در فرانسه زندگی کردیم، همون زمانهای 69 تا 72 بهاسطح میلادی، حساسیتی هم به اونجا داریم، واقعا به مردم متمدن و به اصطلاح پیشرفته فرانسه تسلیت میگیم. امیدوار هستیم با عاقل کردن این زعمای سیاسیشون به هر حال زندگی خوشتری همه مردم دنیا خصوصا اونها داشته باشن. در حال وقتتون رو گرفتم و جناب علی لطف کردین وقت دادین، خیلی متشکر هستم. اگر فرمایشی هست بفرمایید. ممنونم از شما، امیدوارم شما رو بیشتر داشته باشیم در برنامه. قربونتون بشم، حتما خیلی زود. قربان شما از دوستان و از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم. ممنون از شما. مرسی. دوستان عزیز، دکتر افشارها، و من بارها از ایشون خواستم که چون سخنرانی‌های مختلف میرن انجام میدن اینها، خواستم که یا اونها رو به صورت ویدیو برای ما هم بفرستن یا خودشون لطف کنن بیان اینجا صحبت کنن. این رو میبینیم حالا قبول کردن، بالاخره اقلا پیش درآمدش رو برای ما میخونن و میگن، از این بابت بسیار ممنونه. بله، این که میگن مگر خون فلانی قرمزتر و یا پررنگتره، چند مدت پیش ماجراهای کلسترول رو شما میدونید، هر کدوممون که میریم دکتر هیچ کدومش هم نمیپرسه که دیشب چی خوردی، میگی که صبح که چی نخوردی، میگی نه. بعد امتحان میکنن، حالا شما اگه رفته باشی دیشب چلو کباب خورده باشی، نمیدونم کلسترولت بالا باشه و فلان، نه قرص رو میبندن به شکمت، دیگه هم بهت نمیگن این کارو بکن که خوب بشی، میگن باید قرص بخور. بعد یه مدت ثابت کردن که همین جوری که دکتر افشارها میگه، شما وقتی که از نژادهای مختلف، این کلمه نژاد، اون قسمت نژاد پرستیش اصلا درست نیست، ولی شما اگه یه نفر رو توی منطقه نگهداری به خاطر گرمای زیاد، سرمای زیاد، نور زیاد، نور کم، یه چیزایی تو بدن این عوض میشه. ثابت کردن اینایی که توی آلاسکا و اینها زندگی میکنن، اینها کلسترولشون روی 900، برای که اون چربیایی که باید بخورن تا بتونن زنده باشن اینجوری، و سالم هم هستن. پس دلیل نمیشه اگه کلسترولت بالای 235 بود مریض باشی. ولی اینا میخوان همه ما مثل ربات، مثل آدم آهنی، مثلا 12 ولت برق داشته باشیم، 2 آمپر داشته باشیم، سرعتمون هم این باشه، مثل جدول، مثل ماشین. اینجوری نیست، این رو درک نکرده. و افرادی مثل آقای افشارها باید بیان به من و شما یادآوری کنن که ما سر و صدای حقوق بشر اینها که گوشمون رو کر میکنه، گاهی وقتی هم نگاه کنیم ببینیم بابا این خانم انجلینا جولی گفت که من برای اون 37 نفری هم که تو بیروت کشته شدن یه روز قبل، برای اونها هم متاسفم، برای اینها هم متاسفم. و توی ماه گذشته میدونی 900 نفر توسط همین ISIS کشته شده، 900 نفری که من و شما آمارشو داریم. چقدر توی دهکوره میگفتیم، دهات کوچیک و اینها جنایت میکنن، اصلا جایی درج نمیشه، جایی پخش نمیشه، اون دیگه بماند و باید در موردش افرادی که بهتر میدونن بیان صحبت کنن. و اما کی بود؟ من نبودم. این دوستمون فا
فارسی هم که می‌نویسه ترجمه که می‌کنه یه جورایی کم میاره. نوشته که بود که بود من نبودم. ما با وجودی که بود درسته، یعنی چه کسی بود، ولی می‌نویسن کی بود، کی بود، کی بود، کجا بود، با من چه آشنا بود. در صورت ایشون نوشته کی بود، که بود، که بود من نبودم. الف میم شیری 24 آبان عقرب 1396. نمیدونم دیگه این یکی چرا بند کرده به عقرب و مار و جهنم، نمیدونم چی. روز 13 نوامبر سال 2015 در جریان 6 عملیات تروریستی همزمان در پاریس 128 نفر انسان بیگناه کشته و در حدود 200 نفر. به قول آقای افشارها این کلمه بیگناه اینا رو ما نگیم، مگه اون بدبخت سربازی چه از اون طرف چه از این طرف همدیگر وای میسن میکشن، اینا گناهشون چیه؟ گناه اولیشون فقره که از فقر رفته تو ارتش، اگه مثل ارتش آمریکا حقوق بده. گناه دومیش اینه که پارتی نداشته تو ایران، بچه آخوند باشه، بچه اون موقع بچه تیمسار باشه، بچه سرهنگ باشه، معاف بشه. این بیچاره به این گناه میاد توی ارتش، به این اسلحه میدن میگن اون دشمنته، به اون اسلحه میدن میگن این دشمنته. مگه اونایی که لباس ارتشی میپوشن مگه اینا گناهکارن که ما به افراد سیویل، به افراد شهروند میگیم بیگناه؟ ولی خب دیگه وقتی اینو میگیم یعنی دیگه میخوایم حد اون انزجار خودمون رو بگیم که بابا اقلا اگه میخوای بکشی، آخه ببخشید اینو میگم، ترسو بزدل تو که دیگه حالا قرارم گذاشتی خودتو موجه کنی، برو نزدیک 4 تا از اونایی که کله گنده هستن حقوق بگیرن، ولی این بدبختا رو میکشی، ترس و وحشت تو جامعه ایجاد کن چیه؟ البته از این بری اینا فکر میکنن، میگه ما ترس و وحشت تو جامعه میندازیم که این مردمی که این آدم آورده گذاشته که دنیا رو با خاک خون، بابا این مردم که انتخاب نمیکنن، اینا همش پوله، اینا همش. برید الان ببینید ما چه بدبختی اینجا گرفتاریم، تا یک سال دیگه که انتخابات بشه همه خوشحال. طرف زنگ زده آقا 8:30 میای خونه ما؟ میگم برای چی؟ میگه بیا بشینیم اینجا صحبت کنیم، ساعت 9 خانم هیلری کلینتون و برنی سندرز و اون آقای نمیدونم مک چی مال مریلند میان صحبت میکنن. میگم آخه آقا این چی میگه که تو نمیدونی؟ چه دروغ جدیدی رو تو از این میخوای بشنوی که تاکنون بهت نگفتن؟ همشون میگن ما تحصیل و مجانی میکنیم، بهداشت و مجانی میکنیم، اون یکی هم میاد میگه ما تکس نمیگیریم، مالیات نمیگیریم، فلان. همچین که شما رأی دادی اینا رفتن تو آفیس که هیچ انتخابی هم نداری، شما بزرگترین انتخابت بین بد و بدتره. شما و منی که اینجا نشستیم میگیم مجلس خبرگان، نمیدونم مجلس اصلاح فلان، چرا اینا رو از فیلتر میگذرونه؟ مگه همه آمریکا اینجوری نیست؟ مگه همین آمریکا؟ الان ببین اونایی که پول ندارن تبلیغ کنن یکی یکی میرن بیرون. اصلا سر این رالف نیده سالها اینجا بود، سالها اینجا تلاش میکرد، دیگه اصلا پیر شد، الان فکر کنم فراموشی هم بهش دست داده، زد کنار. نه اصلا انتخابات آزاد چیه؟ اینم از در هر صورت این واقعا یه مصیبت بزرگی شده که دنیا باهاش درگیره. من یکی که نمیدونم چجوری کسی ممکنه بتونه این رو به اصطلاح حل کنه یا درست کنه یا فردای بهتر، دنیای بهتر داشته باشه. در اصل ممنونم از آقای افشارها و ممنونم از شما دوستان. بریم این کی بود کی بود من نبودم رو براتون بخونم که این دوستان هم تنها هستن، بیکارن، میشینن مینویسن، من از بیکاری میام اینجا وقت شما رو تلف میکنم. چرا میگم وقت شما رو تلف میکنم؟ شما هم داری وقت من تلف میکنی. تازه من یه تعهدی دارم که سر موقع میام، شما اون تعهد نداری. همین آقای نوریالا فکر کنم وکیشنا و دوستاش و اینها گفته بابا ولم کن جمعه تا جمعه باید بشینم بنویسم. جمعه ما میخوام بریم عرق خوری، یه روز بریم خونه آقای رضا پهلوی، یه روز خونه آقای سینا دبستانی، یه روز خونه این، یه روز خونه اون. ولمون که بشینیم برای کی بنویسیم؟ این همه نوشتی 10 سال، چند نفر آمدن بهت پیوستن؟ که بود که بود من نبودم، نوشتم بله.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که هنگام وقوع حادثه در ورزشگاه به تماشای مسابقه فوتبال بین تیم آلمان و فرانسه مشغول بود، بلافاصله پس از خروج از ورزشگاه جلسه اضطراری وزرای امنیتی و انتظامی را فرا خواند و در پایان آن و پیش از انجام هر گونه تحقیقات مقتضی داعش را مسئول این فاجعه خواند و به تروریسم اعلان جنگ داد. شباهت حیرت آور رویداد تروریستی پاریس با واقعه تروریستی 11 سپتامبر 2001 واشنگتن، نیویورک، پنسیلوانیا و همچنین اظهارات مضمونن کاملا مشابه رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند با بیانات رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش، همان نکته کلیدی و بسیار مهم است که می تواند به مثابه عامل تهیه کننده در راستای تشخیص و تعیین علل و انگیزه های طراحی و اجرای چنین حوادث خونین قرار گیرد. خب چه چیز جدیدی شما به ما میخوای بگی؟ هیچ. از ایشون دعوت کردم که بیاد تو تلویزیون یا نوشته هاشو بخونه برای ما. گفت نه من ندارم دستگاه ضبط کنم، نمیدونم روم نمیشه بیا تو تلویزیون، از همین دلایلی مزخرف. خب اینم از این و بریم سراغ سعودی کینگ میک. بله میدونید که الان همین جی 20، همین 20 کشور قدرتمند، همون نمیدونم کشورهای ناتو، همون هایی که آقای افشارها باز به درستی میگه که وقتی اینا میگن ما قدرتمندیم یعنی اون ضعیفه، وقتی میگن ما پیشرفته هستیم یعنی اون عقب افتاده است. اینا که جمع شدن تظاهرات اعتراضاتی هم هست من جمله بر علیه ترکیه که آقا این آیسیس به اصطلاح ساخته دست شما هم بوده، ولی مگر پلیس میذاره اینا به نزدیکی اونجا برسن؟ تازه برسن، مگه اونها گوش شنوا دارن؟ این هم از این. پدر خدا بیامرز ما میگفت آدم باید خر خودش رو هم یه وری سوار بشه تا اگر کسی گفت بیا پایین خیلی معطل نشه، درست مثل ملا نصرالدین. میدونید که زنها اون وقتا به خاطر اینکه دامن میپوشیدن روی اسب که مینشستن یه طرفی یه بری مینشستن، پاشون رو این بر ور نمینداختن، که الان با پوشیدن شلوار دیگه این موزل و مشکل هم برطرف شده. ولی این دوستمون نوشته پدرش بهش میگفته که روی خر خودت هم که سوار میشی یه بری بشین که اگه کسی اومد گفت پیاده شی بیای پایین. بعد بله آره این پیغامو که براش فرستاده دوستمون نوشته که پس از 3 ماه تبلیغ خانمی که معلوم از سابقه‌ای در شعر و ادبیات دارد پیام گذاشته که این شعر یک در کم داره و در باید جلو خانه گذاشته شود. بگو خانم ما مملکتمون، دنیا، زندگیمون بی در و پیکر، حالا این شعرمون یک در کم داشته. شطور را گم کردیم دنبال ایشون نشته شطور رو گم کردیم دنبال پشکلش میگردیم، روزها روز ما را ساخت شکر به این. بله ممنونم، برای شما فرستادم اون دوستی که نوشته بود ما هم دروغ گفتیم و این اما این. خب هم آقای مسعود سهیلی هم آقای مسعود ناصری هر دوشون هم مسعود هستن. این مسعود کلمه مسعود، سعید، سعد، اینها از خوشحالی و خوشی میاد و اینها. یه عکسی رو برای من فرستادن. دوستان من میخوام شما یکم دقت کنید من چی میگم. نه هدف من دفاع از حجاب، نه دفاع از این نوع حجاب، نه چیزی، فقط میخوام به شما بگم. اینجا به انگلیسی نوشته که من دیدم که اون وایساده اونجا، بهش گفتم که چقدر شما قشنگی و این سه تا بچتم چقدر زیبا هستن. بعد ناراحت شد و من بهش گفتم که ببخشید من یک اشتباه، میدونید صادقانه، honest mistake، صادقانه اشتباه کردم. حالا شما ببین این بیچاره‌ای که به خاطر اجبار، به خاطر نادانی، به خاطر دانشی که فکر میکنه، یا به خاطر آزادی دوست داره اینجوری لباس بپوشه، آمده حالا اون عکس ها هم بغلش مثل این که یا فتوشاپ کردن یا حالا گیرم که این وسایلشون رو توی این از این سوریه‌ای ها هستن دارن بربر برن. خب آقای مسعود سهیلی نازنی شاعر با شعور، آقای مسعود ناصری از آتلانتا
به اصطلاح طنز نویسه طناز، وقتی که شما با این همه شعور با این همه سواد به اینها توهین میکنی، از کسی که خودتون میگید سواد و شعور نداره چگونه انتظار دارید که اونها ناراحت نشن و به شما جانانه حمله نکنن؟ اینو یک کسی به من جواب بده. آقای سهیلی هم این همه در طبیعت وسیله و چیزای دیگه هست که شعر بگن، نوشتن ای عشق و هوس که چه گمراه نمودی، آن کیسه کدام است که ز آشغال نمودی. آقای سهیلی ببخشید، مثل که از وقتی خانمت فوت کرده کمی شعرات بد شده، احتمالا خانمت بنده خدا شعرات رو تصحیح میکرده و نکن آقا، این کار نکن، کار زشتی. خب این رو هم خوندم، نوشته مجید از آلمان، ممنون و متشکرم. و اما چهارشنبه با آقای تیمسار امیروشنگ آریانپور خواهیم بود و در رابطه با اینکه اون روز من یه خبری هم خوندم که به اصطلاح تیمسار آذربرزین فوت شده، ایشون چند کلمه صحبت میکنن چون دوستان خواستن که نظرشون رو بپرسید. و اما کفر لغت دیگری است برای آزادی اندیشه، این رو گرام گرین گفته، گفته حماقت انسان دین را آورد و دین حماقت انسان را جاودانه کرد. مارکس گفته دین تماما مهمل است، این رو توماس ادیسون گفته، کلیه حقایق بزرگ جهان در ابتدا کفر محسوب شده اند. جورج برنارد شا گفته بحث و جدل کردن با کسی که به جای تعقل و خردگرایی دین را انتخاب کرده مانند تجویز دارو به بدن یک مرده است. توماس ادیسون دوباره گفته کسی که برای اولین بار ایده از طرف خداوند آمده ام را مطرح کرد انسان هوشمندی بود. این رو روپیدس 484 سال قبل از میلاد گفته من نمیتوانم خدایی را تصور کنم که مخلوقات خود را پاداش یا کیفر میدهد که اهدافش طبق مقاصد ما انسانها شکل گرفته. خدایی که به طور خلاصه انعکاس از ضعف و ناتوانی ما انسانهاست. میدونید که این نظرات مختلف و گوناگونه و هستن افرادی هم هستن که میگن بی خدایان، نمیدونم اینجا هم یه دینی دارن که این آقای تام کروز و اینا هم داخلشن، چند تا اومدن بیرون میگن بابا این دینه دیگه از اونایی که این بی دینی اینها از دینها دیندارا بدتره و خیلی حالت سیکرسی یا چی میگن مخفیانه و اینها داره، اصلا مافیاییه. در هر صورت دختران تیمورخان، من اون روز سر ماجرای رضا شاه و اینها یه دوستی هم برای من نوشت که آقا این 4 تا، گفت نه آقا 6 تا، 3 تاش هم سنشون خیلی کم بوده، حالا ول کن. بعد ایشون دوباره نوشته که دختران تیمورخان میرپنج آیرامرو. من اینو متوجه نمیشم، مگه فامیلی آقای رضا شاه میرپنج نبوده عوض کرده گذشته پهلوی؟ پس این تیمورخان میرپنج آیرامرو اینم فامیل رضاخان بوده؟ یا بعضی وقتا توی مثلا آلاش ممکنه مثل یوشیج که خیلی ها مال یوش که هستن بهشون میگن یوشیج، چجوری؟ یه نفر برای من توضیح بده. ایشون نوشته که 1. تاج الملوک همسر اصلی رضا شاه و مادر محمد رضا، 2. عالمتاج همسر تیمسار مینباشیان برادر پهبد، 3. زرین تاج همسر سرهنگ امیر اسلان خان، 4. نزهت الملوک همسر شاهزاده اجلال حضور بعدن به اسم دادستان تغییر یافت، 5. فخر الملوک همسر سرهنگ شکرالله خان آیرانلو ملقب به جانداش، 6. اسمت الملوک همسر سرلشکر عباس قلی اسفندیاری، پسران علی اکبر، ابوالحسن، غلام حسین که هر سه در جنگ با بلشویک ها کشته شدند، 4. علی اصغر سروان شهربانی که به سال 1381 در تهران درگذشت. این هم این دوستمون. بله، صحبت رسید به یه جایی که راجع به کفش ملی و اینها صحبت کردن. میدونید که صاحب کفش ملی آقای ایروانی بوده و برادرش رو که سرهنگی بوده
نمیدونم به جای ایشون یا اشتباهاً هرچی بوده اعدام کردن و این بنده خدا آقای ایروانی تا آخر عمرش ناراحت و نگران بوده. حالا این دوستی که اینها رو نوشت و اینها چون خودش هم در کفش ملی کار میکرده و اینها پرسید که همسر آقای ایروانی هنوز زنده است؟ چرا میگن در قید حیات؟ من از اون دوستمون که آشنا بود پرسیدم و گفت که بله ایشون زنده است، 85 سالشه و در سازمان خیریه‌ای در کهریزک تهران، کهریزک ایران مشغول هستن. حالا چجوریه که برادر جای برادر گرفتن ولی همسرشون اونجا هست؟ اینا از خیرخواهی آقای ایروانی من خیلی شنیدم. من هیچ وقت نه سنم قد میده نه ایشون رو دیده بودم، ولی اینکه صاحب کارخونه های مختلفی بوده ولی همه چیز رو برای خودش نمیخواسته. مثلا میرفته گویا پرورشگاه بچه های زیادی رو اداپت میکرده یا اونها رو میآورده سرپرستیشون رو قبول میکرده و اینها. اگر کسی مایل هست در این مورد صحبت کنه پیام بذاره، 5 دقیقه 10 دقیقه خبرهایی رو میدونه، یا حتی اگه شما فامیل ایشون هستی بگید که من فامیلش هستم میخوام بیام چند دقیقه صحبت کنم. ما خوشحال میشیم که همینجوری که افرادی رو که اشتباه کردن، افرادی رو که بد بودن میگیم، اون به اصطلاح بهشون میگیم که واقعا خجالت و ننگ بر اونا باشن، افراد خیه، افرادی که خوب بودن اونها رو هم باید بگیم و به اصطلاح بدیا رو میگیم، خوبیا رو هم بگیم. کاکو جان، این هم اسامی پسرخوانده های آقای ایروانی: عباس، عبدالرحیم، بهتان، فرامرز، عباس، عبدالرحیم، بهتان، فرامرز، فرهاد، فریبرز، فرشاد، فرزان، حسن، کمال، مسعود، محمد، محمد حسن، نورالله، سعید، شهاب، شادمان، شهرام. جالب توجه، حسین نام نیست. من نمیفهمم یعنی چی. دختر هم به فرزند خواندگی نگرفته. به اصلاد اونهایی که کارهای خوب انجام دادن و به اصطلاح میگن دیگه، میگن ثبت است بر جریده عالم دوام ما، بعدش میگه که نمیدونم، اینایی که کار خوب انجام میدن هیچ وقت حتی اگه وجودشون اون فیزیکلی از بین بره ولی توی مرز مردم، توی تاریخ اون خوبی هاشون از بین نمیره. دوستان عزیز، ساعت 3:42 است. اجازه بدید من یه مقداری هم زودتر برم تا مطمئن بشیم که برنامه‌مون، برنامه زنده با آقای اجلالی، سر موقع و به خوبی انجام میشه. بعد از برنامه آقای اجلالی آقای شبستری و بعد برنامه ها رو پی میگیریم. همون جوری که خودتون میدونید، بارها هم گفتیم، اینجا هم نوشتیم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، چه خودتون، چه دوستتون، چه اونهایی رو که قبول دارید. یه دوستی وقتی که من آقای انصاری $10 داده آگهیشو گذاشتیم روی فیسبوک که آقایون خانما نوارای مذهبی قرآن من اینجاست، یا آقای نوشته آقا تبلیغ زرتشت کنید، نوشتم باشه به شرطی که شما هزینهشو پرداخت کنید. دوست عزیز نارناری، اینها هستن که میان هنوز نمیفهمه تو قرن 21 که بله شما درست میگی، شما حق نداری به من بگی چه کار کن، حق نداری به من بگی چه کار نکن. دیدی من روز با آقای میبودی گفتم آقا تو حق نداری به آقای میرزا آقاسی بگی این چیزها رو نگو درباره این خواننده، ولی میتونی پیشنهاد کنی آقای میبودی. پیشنهاد میکنم آقای میرزا آقاسی به مردم افغانستان احترام بذارید، که بنده خدا احترام گذاشته بود. اصلا برید ببینید آقای میرزا آقاسی رابطهش با افغانی‌ها چگونه است، با بچه های بی سرپرست چقدر افغانی براش کار میکنه یا باهاش کار میکنن. ما شما نشستی اونجا بح. اینم از این ماجرا. ببینم که پیام فدایی خلق و در هر واقعی تروریستی، اینا همه رو براتون خوندم. اون دوستی هم که گفته بود آقای سوربی قسمت های خوب برنامهاتو بذار، قسمت های بدشو بردار، بهش گفتم شما لطف کن بیا قسمت های بدشو به من بگو کجاست بردارم. به نظر میرسه که هنوز تو همون فیلم اولی گیر کرده. حالا فهمیدی دوست عزیز چقدر ارد؟ این کلمه ارد همون ارده بوده، ارد دادن، دستور دادن آسونه، و چقدر انجام یک کاری مشکله. آمریکایی‌ها میگن been there done that، میگه یعنی من
اونجا بودم، این کار انجام دادم، میدونم چقدر مشکله. ولی ما ایرانی ها فقط وای میسیم از دور میگیم لنگش کن، خبر نداریم اون بنده خدا اون پدرش در اومده تا تونسته تا هم الان هم وایس رو پای خودش، حالا کاری نداریم اونم لنگش کنه. ساعت 3:45 است، ببینم چیز دیگه براتون گذاشتم اینجا. پیام فدایی طبق معمول می نویسن و می فرستن، ولی هیچ که حاضر نیست دلاری درهمی خرج کنه. نوشتن که آقای سربی ممنون از جوابتان. فکر کنم این دوستی بود که در رابطه با دکتر فاطمی نوشته بود و من نظرمو گفتم و اینها. ایشون گفتن که در رابطه با پاریس فکر می کنم اولاند می خواهد مردم فرانسه و دنیا را تحریک کند تا بتواند به هدفهاش برسد. حالا این هدفها چیه؟ فقط شیطان میداند. بدونید ما همیشه میگیم فقط خدا میداند، مثل که اعمال شیطانی رو واقعا شیطان میدونه. به قول آن ضرب المثل دزد است، ضرب المثل دزدی است که گفت فردا صداش در میاد. حتما میدونید یه نفر داشته رد میشده، میبینی یه نفر نشسته داره قفلی دری رو میبره و بهش میگه چه کار میکنی؟ طرف میگه دارم ویالون میزنم. میگه پس چرا صدا نمیده؟ میگه صداش فردا در میاد. در صورتی که کسی که داره قفلی در این میبره یه صدای ناهنجار بدی میاد. این ضرب المثل های ما یه کمی چیز داره. در صورت نوشتم که تا 2 هفته پیش که داعش هواپیمای روسی را با بیشتر از 200 نفر انداخت، صدای اینها در نمیمدن، هیچ کشوری و هیچ ارتباطات جمعی حرف نزد و اصلا این اداها را در نیاوردن. حتما خون فرانسوی ها خیلی رنگین تر از آی افشار ها. ببین چجوری وقتی شما بیای، چجوری وقتی این دوستمون بیاد، برنامه واقعا قوام پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه. شما راجع به خون و رنگین بودن خون و اینها گفتید. این دوستمون هم قبلا نوشته بوده دیروز برای من، ممنون و متشکرم. این هم از این با. و اما فروغ فرخزاد گفته که چه کسی گفته زمان طلاست؟ من مزه مزهش کردم، زمان عین الکل است، ثانیه ثانیه می سوزاند و می رود در عمق وجودت. مست مست که شدی چشمهایت را باز می کنی، می بینی عمرت گذشته و تو ماندی و خماری و از دست رفتن یک عمر. این را هم فروغ فرخزاد گفته. خب یکی باید به این فروغ فرخزاد میگه خانم شما که یک لیدی ایرانی هستی عرق نخور، این مشروبای میکسی که درست میکنن خوشمزه است، البته اونا بدتر از عرقه، اقلا عرق از خوردن بدمزگیش نمیخوری، اونا خوشمزه است میخوری و نمیفهمی هم چقدر مست کردی. و اما این دوستمون در رابطه با گروه صنعتی کفش ملی برای ما فرستاده، نوشته گروه صنعتی کفش ملی متشکل از شرکت نگارستان، شرکت توسعه و خدمات صنعتی، کفش استاندارد، کفش فارس، کفش گابور، الفانتن شوه، چروک آذر، چرم رودبار، چرم لرستان، چرم خراسان، شرکت پارس چاپ، ماشین سازی، پوشک عمده، یونیون کمیکال، تسمه سازی، چند شرکت خدماتی و تجارتی با بیش از 12,000 کارگر و کارمند و 300 فروشگاه در ایران که 120 تای آن در تهران بود. خدمات ارزنده‌ای به مدیریت آقای محمد تقی رحیم ایروانی. ممنونم از دوستان عزیز که ما رو در این برنامه همیاری میکنم. بله دوستان، روی فیسبوک یک نوشته هست از آقای احمد علی مسعود انصاری. آقای انصاری 24 تا نوار قرآن، 24 تا آدیوشو، اینا رو توضیحاتشو اونجا نوشته و نوشته سروران عزیزم سلام، به شکر خداوند و به لطف و عنایت کامل حضرت حق به صورتی که در همین لینک شرح داده شده است، قرائت قرآن کریم به فارسی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. با توکل به خداوند در صورت تمایل استدعا دارم هم خود از آن استفاده فرموده و هم در ترویج آن با ایمیل کردن این لینک و هم با قرار دادن این لینک در فیسبوک خود و یا کپی این قرائت بر روی سی دی در ترویج آن کوشا باشین. خداوند یار و نگهبان سروران عزیز من باشد، احمد علی مسعود انصاری. این هم از آقای احمد علی مسعود انصاری، وبسایتشون هم اسم خودشونه احمد خط فاصله علی
خط فاصله مسعود، خط فاصله انصاری .com. و اما مشکلات فرانسه و مشکلات امنیتیش، میگه که سازمان های اطلاعاتی امنیتی فرانسه از دو هفته پیش، دوستان از دو هفته پیش، از عملیات اخیر تروریستی که همزمان در 7 نقطه پاریس برگزار شد اطلاع داشتند که داعش روش عملیات خود در اروپا را تغییر داده و قرار است از این پس با مسلمانان افراطی دیگر کشورهای اروپا در فرانسه برای انجام عملیات تروریستی استفاده شود. اینم از این جمله یکم درست نیست. جمله هاتون نمیدونم، برنمیگردید بخونید نوشته ها رو، انقدر طولانیش میکنین خودتون یادتون میره. و اما بله، ایشون نوشتن که مؤسس و صاحب کفش ملی فقط آقای محمد تقی رحیم ایرانی بود. ایشان دارای چند ده کارخانه بود و 3 نفر معاون هیئت مدیره به نام های مصطفی عطری، مهدوی و ناصر معتبر داشت. دارای همسر و 4 فرزند، 2 پسر 2 دختر، همچنین دارای 20 پسر خوانده با نام خانوادگی خود از پرورشگاه شیراز برداشته بود و در سال 1356 در انگلستان تحصیل می‌کردند. الان باید اونها رو میگن پسرها، اینها میگن الان باید 47-49 ساله باشن. من الان سر کارم، اگر خواستید بعدا میتوانیم اطلاعات بیشتری بدهیم. ممنون میشم. اگه سال 1356 بوده، یعنی اما 1950 اشتباه کردم، ببخشید. شاید در صورت ببینید، ایشون وقتی رفته بچه ها رو به سرپرستی قبول کرده، فامیل خودش رو گذاشته. یه آقای بود قدیما، یه دفعه زنگ، چند دفعه زنگ میزد به برنامه‌های ما و ایشون طرفدار بیچون و چرای شاه بود و فوش میداد. آقای محمد رضا پردیسان اگه اشتباه نکنم، بعدن مریض شد و پولاشو داد به رضا پهلوی و اینها. بعد گفت آقا من اشتباه کردم، از شما عذر میخوام، اون چیزی که تو میفهمیدی من نمیفهمیدم، که این اصلا مرد عمل نیست و اینها بماند. این همه عشق و علاقش به این بود که محمد رضا پهلوی شاه ایران رفته توی پرورشگاه، این بنده خدا اونجا تو پرورشگاه بوده، گفته این کیه بچه؟ گفتن این تازه آوردیم اینجا، اسم نداره. گفته اسمش رو بذارید محمد رضا. من گفتم آخه مرد حسابی، هیچ وقت از خودت نپرسیدی چرا این آقایی که اینقدر خدا پرست بود، آقای شاه اسلام پنا، نگفت که اینو من میبرم به فرزندی قبول میکنم، اسمش محمد رضا پهلوی باشه و این بچه بشه شاه ایران. چرا؟ برای که دروغگو بود، برای که متظاهر بود. از این ور میرفت حج، از اون ور میرفت ویسکی میخورد با اون، از این ور میرفت زنبازی، از اون ور میرفت بازی های دیگه. بیاین صحبت کنید. آقای محمد رضا پردیسان اینقدر فوش داد، ولی اینقدر مردانگی و شرافت داشت که زنگ زد از من عذرخواهی کرد، گفت شما منو ببخش، من مریض شدم، ممکنه فوت کنم و من به شما مدیونم. گفتم چه دینی، من که شما رو نمیشناسم که. در هر صورت اینم از این ماجرا. ممنون از توضیحاتتون. بله، یه دوستی داریم، خانمی هست به نام فهیمه. ایشون نوشته که سلام، یک پیشنهاد دارم. چرا یک موضوع جدید تو برنامه هاتون نمیگید؟ مثلا سربریدن دختر 9 ساله توسط طالبان. البته یک پیشنهاد است. اولا ممنونم که دو بار نوشتید پیشنهادم. دوست عزیز، این برنامه منه، اون چیزی که به نظر من مهم میرسه میگم. از شما دعوت کردم، گفتم شما حاضری بیای تو برنامه من 10 دقیقه 15 دقیقه من ساکت بشم صحبت کنی درباره سربریدن این دختر 9 ساله؟ گویا ایشون افغانیه. گفت نه، من حتی اجازه ندارم از خونه برم بیرون. نمیدونم من خب چی بگه آخه. من که نمیتونم اون چیزی که شما دوست داری باشم. من اینم، این چیزها به نظرم میرسه، این خبرها به دستم میاد، شما بشین لذت ببر، مرسی. یا اینکه بیا همکاری کن. کاگو جان، کتاب از آلاش تا آفریقا به قلم خسرو معتضد چاپ نشر البرز به تاریخ 1383 در 995 صفحه که از شرکت کتاب خریده هم، اطلاعات رضاشاه در آن موجود است. خب گفتی که 1383 کجا چاپ شده؟ تو ایران.
بگذاریم از اینکه این دوستان هی میگن ایران بده، آخوند بده، ولی کتابای ارزون میخرن اونجا میارن اینجا به شما میفروشن. ولی دوست عزیز، شما از خودت سوال کن، با حکومت آخوندا آیا انتظار داری چیزای حقیقی درباره شاه و رضا شاه توی کتابشون نوشته بشه؟ و بدبختی ما اینه، اونی که آزاده میاد اینجا به خاطر بت پرستی دروغ میگه، مثل این مهدی شمشیری احمق. واقعا حیف آدم به پیر مردی توهین کنه، ولی این مرد سزاست که توهین بشه. کسی که اینقدر به دیگران توهین میکنه باید بهش توهین کرد. یکی هم که تو ایران نشسته، این آقای خسرو معتضد، وقتی 1386 کتابش تو ایران چاپ شده، قربونت برم این کتاب رو شما نمیتونی به عنوان رفرنس بهش استناد کنی. اینم از این. بله، ولی این قسمت دور شما درست گفتید. یه نفر گفته بود آقا شما چه کار دارید بعد از 70 سال چند تا زن گرفته؟ ببخشید، اون وقتا میگفتن چرا اینی میپرسی؟ میگفتن میخواستم اینا فضولم کیه، شما چه کار داری از ما میپرسی چی بگیم چی نگیم؟ اینو شما پاسخ درست دادی. نشتی زمنان مردم باید اطلاع بدهند و بگیرن، و الا میشود زمان شاه و شیخ که فقط میگفت همین هست و من میگویم. مگر در کتاب مأموریت برای وطنم شاه نگفت کشورهایی که تک حزبی هستند خوب نیستند؟ ولی به محض اعلام حزب رستاخیز کلیه نسخه‌های آن کتاب را جمع کرد. ما ملت کی میخواییم آدم بشویم و از خود اراده نشان دهیم و دنبال رو نباشیم؟ مرسی دوستان، باید برم. روز روزگار بر شما خوش. 4 دقیقه دیگه با آقای اجلالی خواهیم بود. مرسی که با ما بودید. به دیگران هم تلویزیون مردم معرفی کنید. این ویدیو تا 1-2 ساعت دیگه روی فیسبوک، یوتیوب هست و بازپخش میشه تا چهارشنبه. مرسی.